سلام میکنم خدمت افشین یارتور عزیز، چطوری آقا؟ خوبی؟ چه خبر؟ قربونت برم آرام جان. فقط من یه چیز کوچیکی بهت بگم، من این دومین باری که لایو میزنم اینستاگرام، کلا فکر کنم 2-3 سال اومدم. اولین ما رو با حاج بهمن گل لایو گرفتم، دومین بارم که خدمت شما این دادش. میگم زیاد حرفه‌ای نیستم اینستاگرام و این داستاناشو. دمت گرم عشقی، مرسی که دعوتو پذیرفتی و اومدی. آقا قبل از اینکه شروع کنیم حالا داستانا و سوالا رو، یه بیوگرافی از خودت میگی که متولد چه سالی هستی و از کی رپ میکنی؟ راجع به اینها اگه بگی. هرچی شاخ شد شاخش شکست. متولد اسفند 63 هست داداش، متولد 1363 اسفندش هستم. کی هم که رپ کردم خدمت دارزم که فکر کنم اواسط سال 80 بود، یا اواخرش یا اواسطش بود. اوکی، اواخر 80 که نمیشد. نه اواخر 80 دیگه نخوندی، اوایلش، اواخر 70. دوست ندارم آخه چیز دروغی بگم، یعنی دقیق مطمئن نیستم، ولی 80 بود یا اوایل 80 بود یا اواخر، یا اوایل 81 بود یا اواخر 80 بود، دقیق مطمئن نیستم. اوکی، آها، اواخر من دهه فکر کردم میگی اواخر سال 80. سالشو میگم. آره اوکی اوکی، پس من شوهرشم. اوکی آقا، یارتو یعنی چی؟ یارتو از کجا اومد؟ اون موقع هم یه سایت بود به اسم یارتو، اگه شما آره، که از اولین سایت های رپ فارسی بود. آره داداشم، یارتو رو خودم، من چون کامپیوتر میخوندم، یعنی از بچگی هم رشتم کامپیوتر بود، هم که قبل اینکه رشتم و کامپیوتر انتخاب کنم بالاخره خونه کار میکردم. HTML با فرانت پیج، یکی از برنامه آفیس بود، با اون خودم سایت طراحی کردم. یارتو، سوالت رو جواب ندادم، ببخشید. یارتو عرضم به خدمت که وقتی که اسم انتخاب کردم به معنای یار دوم، این چیزی که مشخصه دیگه، درسته؟ یعنی منظورم، یعنی اون متافوری که توشه، یعنی که هر کسی اول رفیق خودشه، یعنی یار اولیه نداریم، هر کسی رفیق خودش باید باشه. اگه بتونه با خودش خوب رفیق باشه، یار دوم میتونه انتخاب کنه که باهاش خوب باشه. حالا در هر رشته، یعنی تو میتونی موزیک یار دومت باشه، نمیدونم کارت باشه، عشقت باشه، منظورم جنس مؤنث کلا، یعنی یار اول، بیشتر منظورم اینه که یار اول باید خودت باشی، یعنی بتونی با خود رفیق باشی. یار دوم میشه عشق دومیت که انتخاب بکنی و حالشو ببری. اوکی، خب راجع به سایت داشتی میگفتی، سایت چجوری بود داستانش؟ آره، من یه سایتی طراحی کردم، اون موقع هیچ سایتی نبود، حتی یه دونه سایت هم نبود، یعنی یه سری دامینا بود که فری نبود، یعنی حتی نمیشد در ایران دامین ثبت کرد. من یه سایتی داشتم که blogfa.com بود، یعنی یه بلاک فا میخورد، دامینش فری بود، یعنی هاست رو اجاره میکردیم. بعدن که تونستم هاست و دامین رو بگیرم، همون سال 82 اینا بود، yartoo.com رو خودم طراحی کردم، درست کردم، و اینکه دیگه دوست داشتم موزیکامو روش آپلود کنم. بعد اون شنیده بودم که یاتو بود، نه یاتو هم بدتر اومد، یه پسر علیشمس یه سایتی داشت rap98.com که یاشار هکش کرد، یاشار رفا دامین ازش گرفت و خودش موزیکا رو اونجا آپلود میکرد، که کلی هم توش مافیا بود. حالا نمیدونم که آدم میتونه ریز بشه حاشیه ای بکنه. آیا اون قدیما فکر کنم یه دونه خود همین یارتو بود، یه دونه رپسان بود، بعد بیاتو بود و خود یه سایت هم هیچکس داشت، یه سایت هم هیچکس. آره که فلش بود، راست میگی، فلش بود. ببین من بازهای زمانی رو، خب خیلی وقت گذشته، بگم 17-18 سال، چقدر میشه گذشته، چون دقیق نیستم روش، احتمال داره مثلا من 2 ماه دیرتر باشه، یکی 2 ماه زودتر باشه، زیاد فاکوسی روی نداریم که زودتر بوده یا نبوده، ولی همون هم دوره برای سال 82-83 بود. اوکی آقا، یه 9 سالی فکر کنم نبودی، 8 یا 9 سال نبودی و 2 سال گذشته تقریبا برگشتی و با یه آلبوم و سینگل ترک اومد و اینا. خب یه سری داستانا داشتی فکر می‌کنم سال 1388، چی شد اصلا که مهاجرت کردی رفتی فرانسه؟ فکر کنم الان هم آمریکا هستی. و چی شد داستانا، چرا نخوندی و هو گذاشتی رفتی، چی شد؟ من فقط ببخشید یه پاراگراف میرم عقب‌تر، یه مقدمه براش بگم. من وقتی که رپو گذاشتم، کلا 3-4 سالم رپو گذاشتم کنار، چون ما بچهای شرق بودیم، برعکس امریکا که وستکاستش همیشه قوی تر از ایستکاستش بود، تو ایران شرق خیلی بیشتر بود، یعنی رپرهای شرق بیشتر بودن. خودت هم میدونی که رپ از دل جامعه میاد، خب نسبت به شهرک غرب و ونکی که سروش بچه توانی بود و اینا، بالاخره ما لول زندگیمون یه تاچ پوینت تر بود، بخاطر این ایجاب میکرد که رپر بیشتری تولید کنه. بعد یه اکیپ شدیم، خیلی از بچه ها بودیم، 4-5 تا شدیم. بعد حسینم که حسین ابلیس، لقب ابلیش میشه حسین، با حسین بگم،
آره حسین هم که 0-5-1 بود دیگه، چون مشهد بود بیشتر به ایست ما میخورد، یعنی با هم دیگه هم کاری میکردیم. بعدا خب خیلی هم خوب بودیم، یعنی موفق بودیم تو کارمون، حتی مثلا یه خوری که جلو رفتیم ما مثلا آرنبی خون داشتیم، آرنبی چون یه تاچ دیرتر اومد دیگه نسبت به رپ، مثلا یه پسر بود به نام سعید کرمانی واقعا صدای خوبی داشت، خوب هم میخوند این واقعا، و بر سبک اون واقعا مادر خوبی داری گفتم. بعد آرمین تو اف ام بود، خود آرمین با رپ تو شروع کرد ولی رفت رو آر ام بی، یعنی اکیپمون تکمیل بود. عرضم به خدمت که دونه دونه رفتن اینا، همه دونه دونه رفتن سمت همون شمال و غرب. میگم یه اومدم به خودم دیدم تک تک دارم میرن، حتی حسینی که بیف داشت، یعنی اولین بیف رپ فارسی میشد بیف سروش و حسین، یعنی اون که با هم یه مشکل داشتن اونم رفتن. حالا من مشکلی با سروش نداشتم، آدم نمیتونه آلدی عقب بدون اینکه چیزی بدونه با کسی مشکل داشته باشه. عرضم به خدمت که آها، ولی خب یه سری چیزا دیدم، یه سری داستانا پیش اومد وقتی اینا بی‌دلیل من جدا شدن، خیلی برام زور داشت که اصلا نمیدونم چرا. بعدا دلیلش شما توجه شدم، خب بالاخره هر رپری دوست داره کارش ارتقا بده بره پله‌های بالاتر. خب سروش هم قوی‌تر بود، اعتراف می‌کنم سروش اولین کارش رو کردن رکورد کرد، وقت میذاش واسه کارش. ما یا آهنگ خونده بود، وقتی من میخوندم شما همه حرکت زن بودید، درست میگه، اصلا قبل از رپ بریک دنس بود دیگه، کسی جسارت اینی که بخونه رو نداشت. یه دونه شایان بود که بچه همون شرقم بود که تو نوار کاست یادمه و سیدی هایی که تازه سیدی ها مواده بود کپی میکردن توی اون بود، اون 78 بود. اگر کسی میبینی میگه که من رپو شروع کردم از 78 فلان، همه اینا دروغ میگن. اولین نفر که خوند شایان سال 78 بود، ما همه بعد سال 80 بودیم. و آقایی که شما باشی، آهان اینو میگفتم، این که بچه ها دونه دونه رفتن واسه این که کارشونو بهتر بکنن، یعنی یه خور از رپ دلم شکست، یعنی زده شدم به قول فرانسوی ها دگوته شدم، خورد تو ذوقم. و این که هیچ، یه 3-4 سال گذاشتم کنار، 3-4 سال گذاشتم کنار که الان یه خورم طولش دادم، ببخشید، میرسیم به سوال تو که رپ و چرا گذاشتم کنار. دوربر سال 84 اوایل 5 بود، بچه‌ها به من گفتن که بیا دوباره رپ رو شروع کن. همم رفته بودن، یعنی نه رضا پیشرو بود، نه حسین تویی بود، نه آرمین تور اف ام بود، نه خیلی های دیگه، نه سینا نرگال بود. عجب رپر خوبی بود، امیدوارم که هر جا هستش حالش خوب باشه. و اینکه خیلی های دیگه بودن، اینا رفته من تنها موندم، یعنی باید کسایی پیدا میکردم که فنومن باشن، خودشون پریده باشن، نسل مثلا 1.5 یا دو حساب میشن دیاره، اونا رو پیدا کنم باشون هماهنگشم کار کنم. دو سه تا بچه‌ها رو پیدا کردم، دوباره شروع کردم یه آلبوم دادم به نام منکم دارن. بعد که یه خورده هم قوی تر میشدم، چون توی استدیو شروع کردیم، استدیو ایران زمین تو رسالت، بعد یه پسری رو پیدا کردم به نام محسن، لقبش هم نقاب بود، یه استدیو داشت توی تهران پارس، قرار شد اونجا کار بکنیم، قرار شد اونجا کار بکنیم. دیدم بچه‌ها دونه دونه به هم گرن، کوالیتی کارش خوب بود، پسر واقعا از نظر کوالیتی و مسترینگ کارش حرفه‌ای بود. همینجوری که شروع کردیم کار کردن، من یه آهنگ دو تا آهنگ اونجا جمع کردم. بعد شد موقع 88 انتخابات، اومدن از ستاد انتخاباتی موسوی به این پسر محسن، استدیوش اسمش عرش بود، محسن نقاب، گفتن که اگر که ما موسوی رای بیاره به شما مجوز میدیم، ما میتونیم مجوزدار کار بکنی، یعنی استدیو اینطوری باشه. هی بهش گفتم که محسن جان حرف اینا رو باور نکن، اصلا چنین چیزی صحت نداره. حرفی که به سروش زدم، سروش آهنگ خونده بود از بین و بد و بدتر انتخاب من بده، حالا این نظر منه خوبه یا که بده، درسته، همونجا یه آهنگ خوندم به نام زیر سوال، بعدش این بیتم، بعدم حاج بهمن به من گفت این بیت من بوده، بعدش روش خونده. یه بیت فرستاد، ببخشید من یه تکس باید میکنم آرام جان. نه اوکی، یه بیت فرستاده بود 98، اسمش قرار بود 2098 بشه داداش، قرار بود همه بخونیم. بعدن یه 7-8 ماه پیش با بهمن، همین اولین لایو هم که صحبت کردم، گفت این بیتو من فرستادم واسه سروشم، فرستادم دیدم براش خوند، حالا این بد و بدتر رو روش خوند. من یه آهنگی خوندم به نام زیر سوال، بهش گفتم که بین و بد و بدتر بدی وجود نداره، یعنی بده بهتر نیست، حتی با مثالم توضیح داده بودم، ببخشید حالا اینو بهت میگم، مورد مخاطبم با شخص ثالثه، اگر به یکی بگم که مادرتو کور کنیم میشه بد، مادرتو بکشیم میشه بدتر، کدوم اون شخص باید انتخاب بکنه؟ اگه عاشق مادرش باشه معلوم اصلا قیام میکنه، میزنه طراح سوال رو نابود میکنه. تو اگه عاشق کشورت باشی از بین و بد و بدتر طغیان میکنی، چرا بدر انتخاب بکنی که میشه موسوی یا دوره قبلی خاتمی؟ به خودشون اصلا سفید سفیده، چون هر بشون رو میدونستن تا دوره قبل
قبل هم اینو ادامه دادن، فقط این رئیسی بودش که خودشون برداشتن گذاشتن. یعنی آدمی که انقدر قلمش قویه، منظورم سروشه، انقدر قلم قویه، انقدر طرز فکرت خوبه، یه آدم روشن فکری هستی، ازت بعیده که اپ اینو بد و بدتر بگی انتخابم بده، پس تا پشت به چیزی بوده. مثل همون محسنی که استودیوش بهش گفتم که عزیزم اینا به تو چیز نمیدن، این موز کنسلشن داره، دعا بیداد نکنیم، ببخشید. به محسن گفتم که محسن جان اینا همش دروغه، یعنی اگر که موسوی رای بیاره همون آش همون کاسه فرق نمیکنه، یا بخواد احمدی نژاد رای بیاره. آقا تو همین گیرودار توی خیابون فرجام پسره بود، کرمی، وحید کرمی که داداشش مهدی کرمی رو کشتن، اونو که تو خیابون کشتن که رای هم نیوورد، که موسوی رایش میگن دزدیدن و اینا. من یه آهنگ خوندم واسه این، بعدن دیدم که نمور دارن میریزن تو استودیو اینا، یه خوره احساس خطر کردم، چون قبلش هم چیز زده بودم، تعهد داده بودم. یه همون شبونه پیچیدیم از کو اومدم ترکیه وان و دریام واسه 14 سال پیش میشه، همون بعد انتخابات دیگه. بعد اون دینی اومدم وقتی گرفتم فرانسه، گفتم با خودم رفو میبرم جلو. حتی وقتا رسیدم از حسین، حسین چی باید بگیم که تفکیکش کنیم با حسین تویی؟ قبلا میگفتیم ابلیس راحت حسین و حسین میگن دیگه، همه میگن حسین، بقیه حسینا لقب دارن، حسین حسین. ممنون بابت توضیح های جامعه جامعت جامعتو با اون دادم. آره من حسین آمار گرفتم، شماره علیرضا جی جی گرفتم، شنیده بودم اینا پاریسن و اینا، به زنگ دادم گفتم داداش من فلانی ام از طریق فلانی آشنایت و اینا دارم میام. چون اولین جمله‌ای که من گفت اینجا نمون برو، گفت من بهت پیشنهاد می‌کنم اینجا نمون. دیگه منم اومدم دیگه موندم توی فرانسه، گفتم خب ادامه میدم. بی بی سی اومد مصاحبه کرد، یه کیپ پیدا کردم، اشکان رفیق قدیمی بود، اشکان فدایی، مثلا اشکان قبل از اینکه حتی من رپ بخونم باش دوست بودم، همینجوری آخه یه زمانی یاهو بود، نمیدونم یادت میاد یا نه، یاهو مسنجر، آفرین، تو زمانی اون قدیم فرانسه بود، پاریس بود، با هم دیگه دوست بودیم. بعد من رپو شروع کردم، این رپو شروع نکرد، همین آدم حالا اصلا خود میشه، چون یه سری داستانا رو میبینم به خدا. اون سایتی که تعریف میکرد یه چت باکس سرای کرده بودن پایینش، توی اون خب جایی نبود که مردم بیان ریاکت، مثلا الان که ریاکت نشون بدن، حرف بزنن، دو تا رپر با هم دیگه نظر بدن. اون تو با هم دیگه عشق و فدای دعواش میشد با کسایی که مخالف من بودن، یعنی همون آدم آدمی شد که روبروی من قرار گرفت. حالا بگذار، بعد اومدم فرانسه همین اکیپو داشتم، همین اکیپو داشتم، خب فکر میکردم که انجام میتونم قوی تر، آزادانه تر رپو ادامه بدم. حتی با اشکان فدایان یک سال و یک دو سال اول خیلی رفیق بودیم، تا اینکه این داستانش این بود، بی بی سی که اومد مصاحبه کنه، گفتم اشکان جان میخوای یه راهی، یه دریچه، من یه تریبون دیگه بالاخره، ببینم هم دیگه تقسیم بکنیم. شنید قدیم یادم که رپ دوست داشتی، می نوشتی، میخواستی رپ کار کنی، اینا بی ما هم دیگه یه جوری یه فنی میزنم با هم دیگه بریم بی بی سی مصاحبه کنیم. یهو دیدم همینجوری برگشت اینجوری که ببین من آلبوم داره با سروش دو هفته دیگه میاد بیرون فلان، یه جوری که من اومدم بهت خوبی کنم، فدات شم، بعدی کردم، من خواستم بعدی کنم بهت. بعد هیچ، گفتم باشه داداش موفق باشی. رفته بود استکهلم بود، کجا بک فوکالای سروش رو استیج میگفت، فهمیده بودم که اینا دیگه با هم دیگه چنیم شدن. یه سال بعدش من رفته بودم اداره پلیس، نمیدونم کارتمو تمدید کنم چیکار کنم، کارتمو بگیرم، آن سال اول که کارت نشدم بگیرم. بعد سر اکس اشکان یه دختری بود به نام میچکا، تو همون بی بی سی هم آورده بودمش، و با اون یه داستانی پیش اومده بود که اشکان میگفت آره افشین اومده با این رفیق شه، دهن من رو نمیدونم بخواد داستان درست کنه، با من با این کاری نشون اصلا با این داستان. بعد این داستانو چرخیده بود به گوشم رسیده بود، تا اینکه من دیور دیدم یه پسر توپلی توی اداره پلیس اینجوری وایستاده، یکی اومده مترجمش که اشکان فداییه. بعد گفتم اشکان جان یه لحظه میای، پسرم نشناختم به خدا توپلیه که بغلش وایستاده بود، موهای فرفری بلند، گفتم اشکان جان یه دقیقه میای. بعد چیزه داداش چی رفتی پشت سرم گفتی و فلان که تو با ایکس من و اینو، داداش اصلا چنین چیزی من بر میاد چنین کاری کنم؟ همین که داشتم صحبت کنم یهو دیدم یکی اینجوری هلم میده، برو بابا دنبال داستان میگردی، نزدیک تو اداره پلیس دعوا میشه. کی بود؟ مهدیار بود. نو کامنت در مورد مهدیار دیگه بیشتر تو نمیرم، به خاطر که اون آدمیه که خط میده، خود سروش امینی کمتر با این کار میکنه الان جدیدن، حالا نمیگم شاید اینجوری نیستش، ولی آدمیه که خط میده، یعنی به خود اشکان خط ملودی میده، خط منظورم کلیه، ولی میگه اینطوری بخون اونطوری بخون. من قول بدیدم اشکان اگه آزادانه کار کنه فلوش 5 برابر اینی که تو یه تمو داری فقط واسه اشکان کار میکنی، اون میتونه خیلی بهتر فلوش عوض کنه، رایم بشه عوض کنه. حالا ببخشید این همین دیگه، سوالت جواب دادم؟
نه کامل، خیلی رفتیم این بر اون بر. می‌خواستم ببینیم که چی شد، یهو گذاشتی اومدم راپور کنار که خودمون. رسیدی به فرانسه، رفت تو فدایی دیگه. آره بعد سایت که گفتم، بعد آها اومدم فرانسه، بعد دیدم بالاخره تنها تو غربت تو یه کشوری که یه کلمه مرسی رو بلد بودم با فارسی یکی بود، یه دونه آسانسور و سشوار، غیر این دیگه چیزی دیگه یکی تو فرانسه نبود. بعد از اول دوباره یه زمانی رو یاد بگیری تنها تو اون کشور زندگی بکنم، من که اصلا تجربه غربت هم ندارم، یه خورده شلم کرد. میدونی فقط نوشتم و تو 7 8 سالی که 8 سال 9 سالی که نبودم خیلی نوشتم، الان 7 8 دفتر فدبک دارم، ولی متاسفانه چون به روز نوشته بودم نصفش انداختم رفت. نوشتم که به روز بتونم خودمو یعنی روی قلم نگه دارم، ولی خب نخوندم دیگه چون ولش کردم. تا این اواخر که یه آهنگ از سروش شنیدم که گفت از بین بد و بدتر انتخابش هیچ کدوم نیست، یا آهنگ خونده بودم نمیدونم واسه آبان خونده بود چی بود که حرف قبلش داشت تکفیت میکرد. خب فدای تو بشم، من همون موقع چنین حرفی رو بزدم. تو اگه 9 سال بعد به این ایدئولوژی دعوت کردی به چنین چیزی رسیدی، دست کار منم که اون موقع درست میگفتم. بعد بهم برخورد، همین برخوردن باعث شد که دوباره رپ رو شروع کنم. بعد تو پیجش دیده بودم نوشته بود که ملت من عذر میخوام اگر که قبلا یه نظریه اشتباه داشتم الان عوضش کردم فداشم، چرا ملت عذرخواهی میکنی اما باید عذرخواهی کنی، رپ همو کشتی. اصلا دپرس شده بودم چون قدرتش بیشتر بود، مینی هم مافیا پشتش بود، هم کوالیتی کاراش بهتر بود، هم بهتر از من رپ میخون بیشتر. این اعتراف ها خیلی باحاله ها که اینجوری میشه، چون معمولا نمیگن مثلا حقیقت طرف خواهد صحبت کنه. آره چون خیلی ها هستن مثلا بچه قدیمی رو من میبینم که مثلا میان الان برگشتن و اینا همش فقط حرفشون اینه که نذاشتن ما دیده بشیم و ما همیشه خوب بودیم، همیشه هم خوبیم، ولی نذاشتن ما دیده بشیم. و اینکه اینجوری میگی خیلی باحاله. آقا از این داستان بگذریم، فقط من یه خواهشی دارم، یه کوچولو آپ تو پوینت تر توضیح بده که برسیم به همه چی. خیلی روی دیری انداخه اینجا هم گیر کرده، بعد ویپ شده آره. میخوام بازش کنم یه آره این بعده. آقا به نظرت تاثیرگذارترین رپرهای ایران کیان؟ 5 تا نام ببر. تاثیرگذارترینا بله، خود سروش یکیش، حسین یکیش، بهرام یکیش، احسان آتور آهنگساز باید بگم جاش میتونم بگم چون واقعا آهنگسازا رو جدا داریم جدا که بگم. اوکی. آره ببین آخه نسل جدیدی ها رو هم مثلا این سبک دریلی که الان جدید هم شنیدم یه داستانی پیش اومده، این پسری که اسمشو نمیدونم، اسم کوچیکشو اسمش هیپ، نه هیپاپولوژیست، هیپاپولوژی اسم کوچیکش، هیپاپولوژی یعنی واقعا سروش. سبک دریل. آره سروش تمیز میخونه، واقعا تمیز میخونه. یه دخترم هست انگلیسی خیلی پر روه، اونم خوبه گندم زیرو تو آره، ولی تاثیرگذار نمیتونم اسمشو بذارم، تاثیرگذار سروشو میذارم روی سبک نسل جدید. علی سورنا. علی سورنا آره از نظر عمق قلم. الان بچه نسل جدید رو دنبال میکنی؟ گوش میدی؟ بعضی هاشون مثل همین سروش، همین دختری که لندنه، جرسی درست طرف زیرو تو نوانجی. آره اینا رو دوست دارم. آره یه پسر هست کانادا فکر کنم، جیدال درست میگم؟ جیدال آره رپ اونم دوست دارم. اوکی از بچه پایدار دیگه. جیدال بچه های پایدار. حتی جیدال اونقدم جدید نیه، یعنی فکر کنم 11 12 سالی هست که هست. نه گفتی تاثیرگذار نسل. آها اگه نسل هستم جدید که ساری. آها اوکی اوکی. آها یعنی به نظر جیدال هم تاثیرگذار بوده؟ بالاخره قبل دریل ترپ بود دیگه، سبکی اون میخوند، یعنی سبک لشکی میخوند. اوورد تاثیرگذاری اگه اینکه یه ژانری یا تمی رو اضافه کنی یعنی تاثیرگذار دیگه. منظورت درست فهمیدم. خب اوکی، تاپ 5 آهنگسازای رپ فارسی کیان؟ همین محسن عرش اولیش، محسن نقاب، ولی خب ما الان نیستش. عرضم به خدمت که احسان آتور یه پسر بود یا آهنگی بود خفن حسین خوندو، اسم آهنگسازش یادم رفت. علی بی. علی بی عجب بیتی بود، یعنی یکی از قوی ترین بیت های رپ فارس به نظر من این بود. عرضم به خدمت که یه پسرم هستش که سمپل میکنه، اونم اسمش یادم رفت الان میاد. سمپل میکنه؟ سمپل که زیاد میکنن. نه اینورس میکنه، یعنی بیشتر مینی پسر ایران هم هستش الان بهت میگم. پسر که گوشواره میندازه یه خوره توپولی، اون که گوشواره میندازه توپولی. آها با آهنگساز ایران بودن با یک دو نفر که ارتباط داشتم، این غرورم اینم اعتراف میکنم خیلی غرور بیش از حد داشتم، یعنی یه جورایی خیلی بهم لطمه زد. به خودم گفتم که آقا جون تو اینو داری بسته بر خود باش، یعنی با هم یه کار میکنی دیل میکنی، نمیرفتم ریسک کنم یا با کسی یه رفاقت کنم. به خاطر این اونا که شنیدم آهنگ تو مخم مونده، بعدا رفتم دنبال آهنگسازش. بیشتر از این فکر کنم اصلا آهنگساز نمیشناسم. اوکی های دروغ بگم خیلی اگر داریم دیگه، مثلا هیدن، کچی بیت، جی جی، دارا یا خیلی دیگه هستن، مزراب فارسی. آخه اینا تک و توک داشتیم، مثلا آهنگ تابستون کوتاه ماندگاره تو
توی رپ فارسی ماندگاره، ولی یه آهنگ نداشتم. دومی آهنگت کدومه؟ او سلیقه‌ای البته چیز میگم. توپله که میگی چیز گوش بده، سعید بله دهقان منظورت سعید بود؟ دهقان، آفرین سعید دهقان. یکی از بچه الان پیام داد، یکی از بچه های ریاکشن که تو لایو شاروخ عزیز الان پیام داد. آخه خیلی توپل نیست سعید دهقان، ولی اوکی توپلی که اینه آره من سعید. داره دیگه. این تتو اللهش اگه میگفتی واضح بود، تا اونجاش دیگه ولی آره نمیگم. سعید دهقان هم واقعا عجوبه است تو آهنگ سازی، کارش خیلی خوبه. خب آقا تاپ 5 آلبوم های رپ فارسی. آلبوم اول سروش قانون و اینا توش بود، جنگل جنگل آسفالت بود، آسفالت. جنگل آسفالت. خدایا کسی که من بعدی کرده دارم آلبومش میذارم تو تاپ 5. بعد ارزم بخواد آلبوم بهرام 24 ساعت اونو میذارم اول، 24 ساعت میذارم اول. بعد عرضم به خدمت که آلبوم بزرگ، بزرگ زدازی، آلبوم اینی که پایدار آخریه داد اول با اسمش نور، نور آیت الترب یا نور، آها نور نور عرفان. نور آره آهنگسازیش دیر نمی کنه آدم و خودشون یعنی سبکی که خوندن دوست داشتن. همین چهار تا. پنجمیش هم آلبوم خودم چون ندارم گذاشتم. اوکی خب آقا یه داستانی که این روزها خیلی ترنده تو رپ فارسی و یه سری اتفاقات حواشی هم افتاده، اول به یه داستانش می‌پردازیم. نظرت راجع به احترام به نسل یک چی اصلا؟ معنای احترام و این لفظش، نظرت راجع به چجوریه؟ باید باشه، نباید باشه، چجوریه؟ به عنوان پیشکسوت که باید باشه بالاخره، ولی به نظر من احترام متقابله. یعنی یه آدم 70 ساله به یه بچه 20 ساله که شعور داره، نمیگم که بچه 20 ساله که پرخوشگر و هزار تا چرت و پرت میگه، اگه اون 20 ساله احترام میذاره 70 ساله نمیذاره، احترام متقابل نیست و دلیل نداری احترام بذاری. نظر من حالا خوبه یا که بده. اوکی یعنی اگه بزرگتر بهت گفت هوی بعد بگی های. نه هوی یه چیزی که تو این جریان آخر شنیده بودم، فوش مادری هر کی اول داده بود سروشی پاپولوژیست. خب فرداشم نمد بدید دیگه، یعنی از اون شروع شد پس. یعنی اشتباه است، اینکه حالا اگه برعکسش هم بود نسل یکیه به سروش میگفتم اشتباه بود. فوش مادری میدی یعنی تو شروع کردی دیگه، منتظر پیش به تنت بمال دیگه. نه نمیدونم درست. آخه یه داستانی که بود حالا خود بچه ها صحبت میکردن، خیلی هم آخه داستان داره، اینجوری بود که میگفت مثلا سروش میگفت به ما گفته بود بیا تو این آهنگ و تو ورسش داشت ما رو دیس میکرد توی، یا مثلا لایو گرفتن تو لایو دارن ما رو مسخره میکنن به نوعی، میگن بچه‌ها نسیار آهنگ خوب ندارن، بی ادبن و اینها و ناراحت. البته به نظر من اگه ناراحتم باشی فوش مادر در هر صورت واکنش درستی نیست. فوش مادر یه اضافه کاریه، میتونی تو آهنگ با فکت بیاری که مثلا کارت اشتباه، هزار تا کاری دیگه بکنی، ولی اینکه فوش مادری بدی یعنی شمشیر رو دیگه ناموسن از رو بستی. اوکی خب احترام باید باشه ولی متقابل، یعنی بزرگتر احترامش رو بگیره دستش که بقیه عروش را رد نشن. 51-49 کن، 51 رو حق یعنی بده به پیشکسوت، چون 1% بدیم که پیشکسوته، 49 هم نسل جدیدتر. اوکی خب نظر راجع به اتحاده چیه که شکل گرفته بین حسین، حسین توهی، تتلو و رضا پیشرو و سه تا آهنگی که منتشر کردن؟ حالا سومی آهنگو گوش ندادم ولی آهنگ اول گوش دادم. اتحادشو که 100% خب یه چیز لذت بخش، خود بار کلمه مثبت آدم حالش میبره، ولی آخه از ویژن من بگم درست نیست، چون من زخم خورده همه اینا هم. یعنی اگه بخوام بگم یه چیزی میتونم بهت بگم آرام داداش، خیلی یعنی واسه دوستای نزدیک من تو این 10 سال، در 12 سال کمتر تعریف کردم. اینکه اولین بیف رپ، بیف رپ که گفتم حسین و سروش، ولی اولین بیف رپ که به درگیری انجام میت، آخه گفتی کوچولو کوچولو صحبت کن، اینو به من اجازه بده تو 2 دقیقه بگم. من یه دوستی داشتم به نام امید، اصلا تو رپ هم نبود، ما با هم دیگه چون یه سری دوستا داشتیم تو پاساژ ونک میرفتیم اونجا پیش احمد شیطون اینا اون پایین، و مثلا مثل یه مشروعی میخوردیم، بچه بودیم 17-18 سال، دختربازی میکردیم، یعنی پاتوقمون اونجا بود. حسین تویی هم خب بالاخره بچه محل ما، تو همون موازات با هم دیگه خیلی رفاقت کردیم، از موزیک دافین بگیر و قبلش بگیر و اینا، تولد هم بریم خونه ما بیا، رفاقت داشتیم با. بعد به من زنگ زد گفت که افشین من با یه دختره قرار دارم توی پاساژ گلستان شرق غرب، دارم میام اونجا، میای بریم؟ گفتم با امید پاساژ ونکم. گفت خب بیا دم جان کودک تو ونک دنبال من بریم اونجا. گفتیم اوکی. رفتیم آقا جون، ما سوار حسین رو سوار کردیم، حسین تو یو رفتیم، میدونم زمین بسکتبال بود پشت پاساژ گلستان، رفتیم اونجا. من حسین تو راه هم میپرسم داداش جدید مخ زدی؟ با کی دوست شدی؟ گفت یه دختره هست اسمش صحرا، رپره، یه دختری بود آخوخ میکرد اوایل رپ. بریم گوش کنیم. اولین دختر که پانی میخوند، بعد سالومه بود، این مثلا تو اوایل دخترهای رپ خون بود،
اسمش صحرا بود. بعد مخاین رو زده بود، بعد میرم رفتش اونجا باید صحبت کنه. گفتم حسین جان من و امیدم وای میسیم اینور، تو برو کارتو بکن. آرام داداش بعد 2 دقیقه دیدم، دیدی شیر یه دونه مثلا آهو میزنه، نصفشو میخوره میره، بعد کله این کفتارا میزنه بیرون، دونه تک 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 اینطوری میان بیرون. دیدم یه سری آدم دارن اینجوری چش تو چش دارن اینجوری ما رو نگاه میکنن، هی دارن اضافه میشن. تو همون موازاتم من با علی عظیمی، یه پسر بود عظیم علی، علی عظیمی رفیق سروشیشکست بود، توی مهمونی تو پاسدارا ما تنه به تنه شدیم. سروش هم که دوهنگیش میگه من یه گوشه نشستم نمیدونم فلا اینا، همون سمتی تو مهمونی گوشه نشسته بود. بعد بالاخره دیس و دیس بازی هم کردیم، با اونم مشکل داشتیم. میگم این تو این موازات دعوای منم تلفنی با علی عظیمی همیشه بود، رو کجای من بیام پاساژ من هکی، من گفتم شما کجا بیاد. اینو پاتوقشون میلاد نور بود، یعنی اون برتر شهرک میلاد نوریا یه تاچ پروتر از زمین بسکتی که شلوارک میپوشی میای بسکتبال، پروتر از اینا بودن. هی زنگ میزد همزمان که حسین توی رفته سقر و علی عظیمی زنگ میزد بیا کجای فلان، داد و بیداد میکرد. گفتم اوکی، این داستانا رو میخوام بگم که برسیم به دروغایی که الان میشنوام که اینا دارم میگم، که حسین توی میگه من این دوتا رو با هم دیگه دوست کردیم. بعد هیچ آقا حسین توی دیگه ها دیدم سرا دونه دونه داره میزنه بیرون، همه اینجور نگاه یه دورمون دیدم 40 نفر شده، حسینم اثر قرار دیدم داره به هم میگره، یه اومدن یکی اینجا من اینجوری گرفت. گفت تو همونی نبودی که هفته پیش اومدی گفتی بچه های شرق فلانشون تو بچه های غرب؟ گفتم من که چنی اصلا چرا من چنی حرفی بزنم؟ و گفت نه تو همون بودی فول، تو مگه رضا پیشرو نیستی؟ دیدیم رضا پیشرو هفته قبل رفته اونجا دعوا شده تو پاساژ گلستان، گفته اونجای بچه های تهران پارس تو فلان شرق غربی ها. وات دی فاز، این چه حرفی برگشتی زدی؟ ما هم نمیدونستیم، بی خبر. این پسر بود خشایار گولاخ بود با اون میرفت اونجا، رفته و شهرک این کار کرده بود با عبد، یه پسر بود عبد بچه فرکرد، اینا اکیپ بودن با رضا پیشرو، اومده بودن اونجا هفته قبلش دعوا کردن. نگو که این فهمیده منم بچه شرق هم بالاخره رب میکنیم، حسین تویی هم بچه شرق، اونم بالاخره یعنی اونم حساب میشه که پشت داره دیگه. دیدم نامون حسین تویی هم پشت داره میره، پیچید رفت. هی من سرم میومد پایین، رفیقم امیده رو ببینم خیلی بچه خوبیه، میومدم بالا نگاش میکنم من خونیه مالیه، میومد میگفت افشین کشی، دوباره اونو میزدم من خونی میرفتم پایین. بعد زدنمون خلاصه جات خالی، بعد زدنمون جام که خالی نه ولی جات خالی نه. راست بعد همزمان که همینجور داشت تلفن میخوام، حسین تویی رفته بود دم میلاد نور، حسین تویی رفته بود دم میلاد نور، سروش رو دیده بود، سروش واسه اولین بار دیده بود. بعد علی عظیمی گفته بود آره تو رفیق افشین یار توی فلان اینا، علی عظیمی دیدم یکی اومد این 40 نفر رو داره با لگد جدا میکنه، همینجوری میزنه با لگد در کونشون، گمشو برو چرا مفبری میکنی، کسی باش دعوا داشتم ببین چه مرامی گذاشت. بعد هیچ با سروش اومدیم، من و سروش و حسین توی، حسین توی هم به اونا برگشته بود دیگه، رفته بود اون آورده بود این رفیقم و علی عظیمی اینا، رفتیم به سمت میلاد نور که چند تا پله داشته مسیر رو میرفتیم. بعد تو راه حسین توی هم یه کوشی داشت اینا که نوچا بود پایینش گرد بود نمیدونم چی بود، هی میذاش زد بازی آلبوم گذاش داده بود بیرون، 3 تا ترک داشت هیپی بود، نمیدونم مهمونی فرمانی جو قرقاتیه، مهمونی فرمانی جو قرقاتیه پر درد و پیه یه دفعه تو آقا ویلیز داد آفرین تو همین قویه آقا جون، یکی که کار قوی میده باید تحسینش کنی، کار قویه. موقعی که من تو ایران داشتیم میخوندیم 80% خونه میخوندیم، یه سروش بود که کریدن آشنا داشت، آشنا بینم اونجا کوالیتی بالا رکورد میکرد، باید قبول کنی آقا دارن خوب میخونن. حالا با رایم با تو قافیه یه سری سبکای تو اون رپرای تاثیرگذار ببخشید اینا زد بازی رو جا گذاشتن، واقعا دوست داشتمش. بعد هیچی تو همین راه این گوشی رو گذاشته اینجوری دم گوشی چیز سروش میگه که اینا رو میشناسی سور؟ مگه میشه تو نشناسی؟ تو فهمیدی یکی از تهران پارس از زیر زمین تهران پارس دیست کرده؟ بعد 3 تا آهنگ قوی رو نمیشناسی که از حالا لندن دادن از خارج کشور دادن بیرون، چه خوب میخونن الکی، چه خوب میخونن فلان اینا. بعد سروش هم حسین میگه که آره اگه بخوای من تو رو با اینا دوست میکنم، اول اینکه تو اصلا با این دوست نیستی که دوست بکنی، بعد وسط دعوا کجا پیچیدی؟ بعد سروش اومد یه آب معدنی اینجوری داد دست من، با اینکه هم دیگه دیس کردیم اون کلی هم فوش دادیم، داد دست من در اونجا درگیر مرام هم کرد، داد دست من گفت سک و صورت تو اول بشور. بعد دارم خونی و مالی اصلا زوری حرف میزدم، بعد اینجوری پاک کردم تو مشکلت با من چیه؟ سروش 50-50 کرد، یعنی 50% مرامی، واقعا آدم خوبیه، اینو من تایید میکنم، آدم با مرامیه، آدم خوبیه، ولی شاید نمیدونم من ناخودآگاه ضربه خوردم ازش. همین الان ایدئولوژیش نسبت به آدمای دیگه، اینی که جلوی حق وای میسه حقو میزنه، یعنی آدم بهتری نسبت به کسی که دورو داره هیپوتریک رفتار میکنه. حالا
تبت در نیارم. خب این حرف دروغیه که تو این دوتا رو با هم دیگه آشنا کردی، اینا رو از کجا برشتی میاری؟ بر رضا پیش رو چرا رفتی اونجا پشت ما رو مادر دادی؟ یا رضا پیش یه چیز دیگه هم بگم، ببخشید دیگه این سریع توی یه جمله میگم. وقتی یا آهنگ شنیده بودم رضا میگفت ما از 78 رپ رو شروع کردیم، 78 سروش هم شروع نکرده بود، فقط چیز میخوند، شایان خونده بود، اونم یه آلبوم با هوا، نمیدونم دبا تلخی، یک پنج سیگاری، جلاف سیگاری، یه دونه آلبوم داده بود، سه چهار تا ترک داشت پای پسر به نام آشا. 78 تو تیشرت نیروانا میپوشیدی با داداشات امید و علی و اینا، یعنی اصلا راک راک باز بودی. بلش ببخشید من راجع به اینا هیچ نظری ندارم، همه این حرفا مسئول کرده تو خود افشین تو رو آچماس کردم فدات شم. خب به خاطر که من در مورد سلیقه‌ای صحبت نمی‌کنم، تو بگی افشین اشتباه می‌کنی، من دارم در مورد سری خاطره گنگ صحبت می‌کنم. فقط میشه راهش اینه که اون طرف بیاد اینجا توی لایو بگه من دروغ میگم یا نمیگم، یعنی اینجوری فقط مشخص میشه من اشتباه میگم یا نه. تو رو درگیر داستان نکنم بهش. آره من که خب آقا جان. این داستانو گفتیم، این چیزی که تو ذهنم بود از ذهنم پرید. آها به نظرت، ببین سه نفر هستن که پدر رپ بودن و کلیم دارن به نوعی. یکیشون خب هیچ کسی که همه میدونن اصلا لقبشه پدر رپ، یه دونه بهمن دیوه که خیلی داستان داره با هیچ کس سر همین، یه دونه هم جدیدن سامان ویلسون که اشاره میکنه که اصلا ما پرورش دادیم و اصلا قافیه بازی و اینا رو من بهتون یاد دادم. به نظرت حق با کیه؟ اصلا پدر بودن یعنی چی تو رپ فارسی؟ آخه نمیشه مستقیما اشاره کرد، یعنی یه المان خاص نیست پدر بودن. پدر بودن هر کسی میتونه یه تعریف داشته، اگه به زود بودن باشه شایانه، همون داستانی که پسری که 70ش خون، اگر به سن باشه او که اولیه باشه بهمنه، اگر به کسی باشه که همه رو جمع کرده دوره هم سروشه. آخه با یه المان خاص نمیشه تجزیه تحلیلش کرد. با این حرف خب سامان ویلسون که میگه رپ کردن و این مدل قافیه چیدن و اینا اصولش رو من یاد دادم کلا، به همه نظر چیه چجوری هست؟ تو یاد آخه ببین، نسل یک و نه یک و نیم، ما همین 10 نفری که ما بودیم، ما الگومون از همدیگه نبود که. ما آهنگای خارجی گوش میدادیم، من ران دی ام سی گوش میدادم، یکی بود به نام نانا، از اصلا هیچ چیزی که اونم گوش ندادیم. توپاک هم تو اصلا من رپر شدم آهنگ کرینیمال، یکی بود توفن میکشه تو آهنگ امینم، یارو داره دراگ میفروشه اینا، من سر اون رپشن. خب یعنی من رایمای اونو برمی داشتم، یعنی استایل اونو برمی داشتم، بچه بدون تجربه اصلا میرم میکروفون چه شکلیه. ما همه اونجور از هم دیگه که کپی نمیکردیم، شاید حسادت میکردیم به هم دیگه، ولی از هم دیگه بره میداشتم دیگه. از نسل یک و نیم میتونیم بگی که طرف بیاد اول اینو برداره، یه اشباکی شد میره مثلا یه خارجی رو پیدا میکنه. خب این مفهوم منم که مثلا آخه ترک رو میذاریم بغل هم، یعنی کاملا مشخص، یعنی فرق رایمای چند سیلابی که از اولین آهنگ زد بازی که آجیلی بود که روی ویدات می امینم بود و قبل و بعد اون، خب یه فرقی مشخصه که رایما چند سیلابی شد دیگه، تک سیلابی نبود اونجوری، یکم رای ایناش. دلیلی که میگم تون رپرای تاثیرگذاری که گفتی 5 تا زد بازی میذارن همین بود، اینکه چند سیلابی خوندن و اینکه ایهامی که استفاده میکردن. مثلا هم من میدونم که یا میتونم یا آهنگ شاخ بازی و گنگ بخونم که من زدم فلانی رو کشتم، هم تو میتونی، هم همه رپرها، هم کسی که رپ گوش میده هم میخونه. ولی اینکه به ذهنت برسه پیرن سفید تو کردم پرچم ژاپن، بحثش فرق میکنه که مستقیما بیانش کنی، به خاطر این تو تاثیر گذارترینا میذارمش. آره اون موقع خیلی لفظ بود پیرن سفید تو کردم پرچم، یعنی یه تعاملی بهت میده، یه تاچ بعد فکر کنی بعدم ببینی که چی گفته. اینو خب توی ایران کمتر بود، حتی سروشش این کارو نمی‌کرد. آره ولی خب سروش اگه تایمی به بعدم دیگه واقعا شعرها شف یه لول دیگه، اصلا زیادی رفت تو عمق، نمی چند لول پرید. آره آخه مدل ورد پلی ها ایناش هم خیلی جالبه، یعنی فکر می‌کنم هیچ کی تو رپ فارسی اونجوری این کارو نمی‌کنه. مثلا یه آهنگ آخرش که آهنگ آخرش نه تو آلبوم آخرش راجع به یه آهنگ داشت یادم رفت اسمش، با قاف خونده بود و شبی گورگا، اون توی جوری ورد پلی میکنه آدم اصلا. یا مثلا همون آهنگی که خونده بود راجبه دستشو مشت کرده، صدا ترکیدن بغض میاد و میگن این اشرار مسلحن، اینا خیلی ذهنی تو این داستانا واقعا باحال. کاش پرکار بشه جاش خالیه جانم. یه چیزی در مورد همین حرف دوت بزنم، خیلی سخته. ببین توی رپ خوندن تو دو تا موازات رو باید با هم بری جلو، یکی متنت باید قوی باشه، یکی رایمی که میخونی درسته. اگر زیاد رو شعر فوکوس کنی بیت بهتره، یعنی اون روی ضرب خوندن اکابر بگم بهت اجازه نمیده که اونو بتونی درست بیان کنی. اگر بخوای اینو درست بیان بکنی
اون شعره رو محتواش از دست میدی، یه ازش رو، یه ب، یه را، یه حرف اضافهش رو حذف بکنی، احتمال داره معنی جمله به هم بریزه. این دوتا رو بالانس بکنی توی نیو، توی لول نگهداری خیلی سخته. رپر قوی به رپری میگن که این دوتا رو به یه درصد بالایش دست برسونه، مثل امینم، مثل سروش، مثل حسین. من ببین پکیج کامل رپر تو ایران برای من حسینه. یه تاچ تکسش فقط از 60 پایین تره به نظر من. یه خوره اگه بالاتر بود اصلا بمب میشد، یعنی جاش تو ایران زیادی بود، یعنی باید خارج امریکا یا با رپرهای اینترنشنال کار میکرد. یعنی به نظر بهترین رپر ایران حسینه. یه سریاشو خدا بهش داده، اون تون صدا رو خدا بهت داده، درسته؟ من یه بار من اون حسین آرمین تو اف ام، حسین تویی، رفتم یه استدیو تو صدخندان کوتاه بهت میگم. اون موقع که اولش اینو بهم گفتی حس میکنم کوتاه بهت میگم، رفتیم اونجا یه رکورد داشتیم ساعت 5. قبلمون دو تا دختر رفته بودن پاپ بخونن، اون موقع مانتو صورتی و سفید و اومدن بخونن، پولدارای همون بالای صدخندان پارک کوروش پولدارای اونجا بودن. هی لف میداد، هی حسین میگفت بابا پروه، حسین اونجوری من خیلی پروه، میگفت بابا بی بیرون 5 شد. دختره هی طولش میداد نمیتونست کراسش رو در بیاره. بعد اینجوری که آقا جون بیا بیرون، ما هم عجله داشتیم بعد اونورش میرفتیم، گفت بیا بیرون من یه توت میزنم لاین یک، تو روم بخون، تو روی لاین من بخون، اتوت من بخون، بعد ما بعد کارتو ببر. رفت خوند، میکروفون رو خیس میکرد به جون مادرم، کراس دختره خون، یعنی انقدر با هیجان میخون، یعنی دوست داشت که کارو درست جمع بکنه. بعد دختره اومده بود اونجوری که میشه اینو صداشو نگه داریم، بعد حسین گفت با صدامو پاک کنیم با. به خاطر میگم استعداد خوندن آخه چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است. من نمواد کامنت بدم، همه مردم، همه کسایی که تو میشناسی قبولش دارن، قبولم نداشته باشی شاید به خاطر کارهای شخصیش قبولش نداشته باشن، بگن سایت شرط‌بندی یا چارت چیز دیگه، به خاطر اونا منم نقدش میکنم مشکل، ولی به خاطر حسین یه زمان واقعا خیلی خفم، الان یه کوچولو چون انقدر حسین خفم بود، الان با اینکه مثلا ورساش شاید از خیلی ها مثلا بهتر باشه و اینا، اونجوری آدم مثلا قدیم دنبالش کرده باشه نمیچسبه، میدونی؟ چون مثلا انگار همون لول حفظ شده. یه سری رپرها اینجوری هم رفته، حسین از اول خیلی پیشرفت کرده، اون اولی که صداش فرق داشت و اینا خیلی هی اومد، شاید بهترین پیشرفت تو همه رپرها حسین داشته باشه. ولی خب مثلا بعضی رپرها هستن مثل ام جی که اینجا شروع کردن و مثلا نیومدن اینجا، یه کوچول اینجاتر هم هستن و اون خب آدم راضی نمیکنه، چون مثلا 10 سال پیش 9 از 10 شنیدیش. فداتشم، پکیجشون کامل بود نبود؟ تو تو گروهت مهراتی دنه داشته باشی پکیجت کامل نیست، کامله دیگه. حالا من یه چیز بگم اینجا، شما برداشت نه شما تو نمیست که ضعیف شده، یعنی اون زمان انقدر قوی شروع کرد که الان به همون لول هم کار میکنه آدمو راضی نمیکنه، چون مثلا 10 سال پیش اون قدرت رو دیدی و شکر تو کلومت. بابا آهنگ ویدات می امینم اومد، بعد یه ماه بعدش نمیدونم که سامان کاورش کرد همونو خوند. توی ایران بیشتر آجیلی رو گوش میدادن تا اون، یعنی انقدر قشنگ کاورش کرد دهن تو سری. من خودم یه سری مثلا من همین الان این ده کلاب 50 سنت رو میذارم روش مهمونی 50 چیز سامان ویلسون رو میخونم، یعنی برو اونو من حفظ هم مثلا ویدات میام میذارم، من دارم آجیلی رو میخونم باش، یعنی شاید اونو پلی نکنم چون میکس و مسترش اینا واقعا خوب نیست دیگه، خیلی خوبه، ولی اونم میذاریم این میاد تو ذهنمون رو باش میخونیم. یا مثلا یه آهنگم بچه تن به ده داشتن رو آهنگ اسمک دت چیز بود اوکان و امینم، آره من اونم گوشونه اصلا اونو باشم و اینقدر کاورش خوب ده، تکست باحال میچسبه که اینجوری. خب آقا درگیری ها رو دنبال کردیم چه روزه؟ خلصه و توهی و داستان عجیب غریب. آره دنبال کردم، ولی 4 قدم میرم جلو برمیگردم، به خاطر اینکه وقتی یه کسی به کاراکترش نمیخوره اون کارو نباید بکنه. فداشم حسین توی تو در مورد لات بازی نخون، قربونت برم نخون، یا خود سپر خلصه در مورد لات بازی شما یعنی نمی گنجه. حسین بخونه می گنجه، رضا پیشرو بخونه، سروش بخونه، اشکان بخونه می گنجه. شما نو کامنت. به خاطر این 2 قدم میرم جلو گوش میدم، بعد میبینم فیکه، یعنی قرار دعوا بذار بیا مثلا می بولم شی سر لوکیشن بیای، خب معلوم نمیه پشت مانیتور 4 تا چیز میگی بعد بک میدی برمیگردی، اشتباه میگم دیگه. من بهتره اینا نظرم. حالا به نظر در کل خلصه یا توهی؟ خلصه 100%. خب اتحاد یا بیف؟ اتحاد 100%، با اینکه خودم بیف و یه جورایی اصلا خودم استارت زدم تو ایران، اولی آهنگم دیسال بود من خوندم. کدوم بود دیسال؟ نشنیدی اصلا تو گوگل هم یاری نیست، یه آهنگ بود که ما یه هیئت داشتیم، میکروفون از کجا میوردم، یه پنتیوم 333 داشتم، بعد رفت یه هیئت امام حسین داشتیم روبرومون، رفتم به یارو پرچم بالا میکردم
17 سالم بود 18 سالم بود. من دو گل می‌زدم ببخشید دو گل رفتم به اینی که میخون گفتم داداش من فرهاد میخوام بیام دم هیئت که رسیدم 2 دقیقه بده میکروفونو بخونم برم خونه تمرین کنم برو بچه به زور ازش گرفتم اومدم خونه شب یه دستم رو وزی گذاشتم روش هر چی رپر قبل من بود بهش فوش دادم به خاطر همین قبول دارم که بیفو یعنی این داستان دیس کردن اینا رو خودم شروع کردم ولی کار قشنگی نیست وقتی اتحادن شکل بگیره بالاخره 4 تا مغز بغل هم قرار بگیرن کار قوی تر میره جلو تا اینکه همش تو دعوا باشه. ما از زمانی که یادم میاد شروع شد اصلا معلوم نبود مخاطبشون شاید که شاید همدیگه هم نه ولی همه به یکی کار داشتن داشتن یه سری حرفا رو میزدن یالا خود مثلا من خودم اول آهنگم که رضا پیش رو شنیدم اسمش تریپاک بود اون موقع بکس ما بود فکر کنم که داشت راجع به رپرها و اونایی که حالا راک باز بودن میخوند اون هم داشت میزد یا مثلا دیگه گل گلشون ولی فکر کنم چیز بود دیگه میگه به قول اثر مرتی اینا یه مش کردن بچه های جردن به قول افشین های افشین آرتی بذار رفه پیش رو رفه و منو ناراحت کردی من یه حرفو میزنم هیچ اصلا خوبه. هیچ بابا ولش کن بیان نزنیم. بذار حالا اتحاد کرده حواشی. اینجوری نه ولی کلا خود مثلا بچه زد بازی مثلا موقع اهورا نامی بود زد بازی و دیس میکرد یا اون دوتا داداشا بودن اسمشون الان یادم نمیاد که الان دوباره برگشتن. داریا و سامان فینچر داریا برای که اون کلا همه به هم اصلا فکر کنم فقط دیس و دیس بازی بودم تا اون آهنگایی که تازه ما به دست ما رسیده که همش درگیری بود حالا اون وسطش فکر کنم دو تا سیاسی یه دونه حسین خونده بود یه دونه بهمندی بود ولی خب اکثرا بزن بکش بود یکی دوتا آهنگ هم داشت اون موقع مثلا حجری رو نه اونم نمیدونم فروش بود داداش درست نه شغال فروش بود نه شغال فروش حجری دوستش آره الان یادم اومد شغال فروش بود یا رضا پیشرو بود شغال سروش بود جدی؟ آره کسی نبود که با چی کنه خودش ببین انقدر که آدم هنرمندیه ای بابا حالا یکی دیدی با یکی لنت باشه زندگی رپی که نابود کرده باشه ولی باز حق باشه یه چیز از کرایز اوکی آخه من خیلی جا دیده بودم میگفتن شغال رضا بود حالا نمیدونم ولی نظرم چه رضا که میام که رضا سال 83 و اینا اومد یعنی من و حسین و یه گروهی بود به نام تیب مهدی تیب یه گروه داشتن تیتریگاز اون بود عرضم به خدمت که زیا ام زیپر بود کامی بی بود سروش بود حسین بود حسین تویی آهنگ خونده بود به نام فساد رضا پیشروی نبود که نمیخوام الان عقب بگم که چجوری ورود زدی به رپ چجوری رفتی مشهد چجوری داستانای دیگه ولی اون موقع که حجیر و شغال و اینا رو میخون اوایل رپ بود رضا پیشرو 2 سال 2-3 سال بعد از شغال و حجیر اومد حالا اینجا اشاره کردی به تتری گاز بود چی بودن اسمش بدون آهنگ حسین خونده و کتری رو گاز دیستمون رو بودم یادش بخیر داداش شما چند سالته ببینم چی که میگی یادش بخیر چجوری یادته یادش بخیر که ما بچه مثلا من 6-7 سالم بود رپ گوش میدادم مثلا قاچاقی تو خونه رپ گوش میدادم آره مثلا 311 رو یادمه نمیدونم مثلا وعده یه دیدار توی خواب از این موقع آره ولی من مثلا اون موقع مثلا 3-4 سال بعدش اونا رو گوش میدادم ولی خب با اونا بزرگ شدیم دیگه من میذاشتم افور رو گوشم گیم میزدم فداشم خوش به حالت که اومدی رپ بود ما اومدیم رپ نبود نامون من اصلا اون موقع که شروع کردم یه خوره تم رپی و میگم بریک دنس بود یعنی یه گروه بود به نام فلانگ استپس یه گروه بود بوم فانک ام سی راندی ام سی جی مسجه خواننده‌اش بود وقتی این اومدم یعنی رقص بود اصلا رپ هم تو خود امریکا تازه شکل گرفته بود خب یعنی به خاطر همین تو رپ نیومدیم به حرفت برام عجیب بود وقتی تو میگی 6 7 سالگی اومدی یعنی رپ بوده به خاطر این آپدیت از سن پایین‌تر نگرش ما 16 سالگی رفتیم توش ولی واقعا من یه نکته داشتم اینکه مثلا زمان خود ما هم که مثلا نوجوان و اینا بودیم و تریپ رپی می‌پوشیدیم مثلا خیلی چپ چپ بعضیا نگاه اون می‌کردن یا مثلا رد می‌شدن گفتن آقا سیگار داری مثلا فلان نه اون موقع شما چیکار می‌کردید یعنی زمان شما می‌خواستید بگی بپوشید چه جوری بود نظر او ببین میگم شرقی خوره پررو‌تر بود ما بچهای تهران پارس بودیم اون ور اونم میهنده بود به نام خاک سفید اصلا نو کامنت چه جوری بود یعنی توش چی بود بعد حسین مشهد زندگی میکردن دیگه فکر کنم به خاطر کار مادر پدرش بعد این خاله داشت توی ولنجک میرفت یعنی تهران میومد میرفت اونجا یه شب گفتم حسین بیا بریم خونه ما خونه ما تهران پارس دیگه این فکر کن اومده تهران ولنجک دیده جای نیده بعد تیپ پیرو صحبته که میگه تیپ کلا رپی مسخره و اینا شلوار بعد کلاه کپ یه پیرن تیشرت رپی بلند و شب ساعت 10 11 اومدیم تو محل ما که سوسکی بریم تو خونه ما
ببین سر محله ما اینجوری گله گله میشستن، مثلا 8 تا مثلا جوان اونجا، 8 سر اون کوچه، هر کدوم واسه خودشون یه تیم بودن. سر کوچه ما یهو دیدم یکی اینجوری افشین کجا میری؟ من خودم بچه فوفول معلمون بودم، درس میخوندم و فلان و اینا. کجا میری؟ کجای فلان اینا؟ بعد یه اومدن جلو، دو تاشون اومدن جلو، حسین ابلیس رو بغل من دیدن. تو کی؟ اومدن لو پیشی بگن تو کی فلان. یهو ببین پسر قدش انقدر حسین بلندتر بلندتر بلند شد بزنتش، خیلی پروه. یعنی من میگم گنگ میخونه الان تو رپ موده که سبک گنگ براشه، واقعا درست میگن. یعنی با یه تیپ رپی واسه یه پسری که شیشی پوشیده کاپشن خلبانی داره داشت قاطی میکرد. گفتم به یارو، گفتم محمد داداش تو رو خدا بذار بریم بلم میکن دعوا میشه. تو پیرو ساعتت خب یعنی چی این گیر دادن؟ یعنی که یه تیپ رپی دیدن، این تیپ رپی رو نمیتونست حذف کنه پسره. اصلا تتو فقط این رنگ سرمه یا بود که تو زندان میذارن الان، ولی مد شده که هر کی تتو نداشته باشی خفی من ندارم. ولی و خدا بچه بودم به زور بابا میگه مثلا تتو بزنی فلان، این رفتم تتو زدم خیلی حالی واسه نمیشد تو مرسمان هم تو گیر میدادم، ولی آره آخ این بده بر رو جو و اینا تتو نزنی بعدم بشی بشی آره کوتاه بگم، یه رفیق داشتم فرانسه، خب با یه دختر دوست شد، اول اسمش ام بود، بعدا عوض کرد دبلیو شد ان بود، انو کرد ام، 200 بار عوضش کرد، آخر رفت لیزرش کرد، اینجوری گوشت اضافه ای شد. به پیرو صحبتت که میگی رو جو نباید بزنی خیلی بد. خب آقا نظر داشتم امیر تتلو چی؟ امیر تتلو این چمتو چون با توجه به کسی که یعنی چون از قدیم بودی و حالا این داستان خودت هم فعالیت داشتی زمانهایی، امیر تتلو آیا جزو نسل یک رپ فارسی قبول داری و نظر در مورش؟ نسل دو اول دوان امیر تتلو من رابطه نداشتم اینجوری استامیل بازی کنم مثل قبلی ها. فقط یه بار پشت تلفن من زنگ زد فوش داد به من، گفت تو یا این آقای خونه بودم پروشت جردن و بردن و خوردن و تو اومد کن جور بکن. یه دیست داده بودم نوچه نشو به رضا پیشرو که نوچه نشو یعنی نوچه سروش نشو، دوش دوتا دیگه به پروشت انداختم چون دوست شده بودیم، یه دختری بود خونش جردن بود، دوست شده بودیم. بعد از من رفته بود با امیر تتلو دوست شده بود. بعد این آهنگ که پخش شد پروشاده زنگ زد گفت من داداشامو نمیدونم داییامو میفرستم بالا سرت. گفتم هر کی میخواد بفرستن جردن، من یه آدم میفرستم. بعد دو روز بعدش چیز زنگ زد بهم، دیدم یه پسر زنگ زد من میام بالا سرت. تازه هم آهنگ برو پیش من اومده بود که رضا و حسین تو اینا رفته بودن اونور، میام بالا سرت. گفتم ببین جا و مکان من مشخصه، هر موقع هر جا بگی قرار میزنی. تنها رابطه من با امیر تتلو همین بود. حالا در مورد کاری که میگی رفت جلوتر، خب بالاخره این بلوز آرنبی واسه اینه، مخصوصا بلوز یعنی سبکی که درتی بخونی واسه امیر تتلو نمیتونیم کتمانش کنیم، درسته؟ از نظر هنری میگم، شخصیتی کلا بده کنار، در مورد شخصیت صحبت نکنیم، ولی یه سری چیزها رو تو همون 5 تا رپر رو بکن 6 تا رپر تاثیرگذار، امیر تتلو هم بذار. بالاخره یه سبکی آورده، یه ایده ای آورده که هیچ کس ایران نداشت. اوهام مثلا فکر نمی‌کنم تو یاد بیاد، یه گروهی به نام اوهام توشی پسر بود، شهرام چند نفر بودن که راک و یه جورایی داشتن نهادینه میکردن تو ایران، او داش هام HUM. بعد مینی خب پس با اون آدم قابل تحسینه، قابل احترامه چون یه چیزی وارد کرده. امیر تتلو هم تو این سبکی که وارد ایران کرده قابل تقدیره. ولی خب میگم اون ایدئولوژی و منتال و هر کسی یه چیزی میگه. من خودم خانواده‌ام بعضی موقع نقد میکنم، میگن امیر تتلو فلان، یه خیلی هم اگریسیو و پرخاشگرانه بهش نظر میدن. یعنی آقا جون دوست ندارید گوش ندید بعدتون شد. من خودم سبک امیر تتلو تا 4 سال پیش دوست داشتم، تا آهنگ جهنم دوست داشتم، به بعدش رو دوست ندارم، گوش نمیدم، نقدش هم نمی کنم. ولی خب برو بس میشه من مگه 83 نبود؟ 83 4 همون اوایل بود دیگه. خب 83 اگه حساب کنیم خب نسل دو نمیشه امیر تتلو، اگه رو اون حساب بخوام کنیم جزو یک میشه، یک میشه. گفتم یک و نیم، ولی خب یک. این نسل دو رو خیلی هم مثلا من داشتم اتفاقا چند وقت پیش فکر می‌کردم چون نسل دو خیلی مبهمه که کیا بودن و اینا، بعد من داشتم چک می‌کردم نسل دو رپ فارسی میشه حسین مخته و استاد سیمانکن، اون البته که درست رپر نبودن. برو خدا اینا رو تو سبد رپرا نه نه میدونم، میدونم من خودم اونا رو مثلا جزء رپر و اینا حساب نمی‌کنم، ولی خب یه تایمی بود که اونا اومدن یه چیزی رو وارد کردن 6 و 8 بخونیم و اینا، کلا یه 3 4 سالی بود که خیلی هم مارکت سمتشون بود دیگه، یعنی همه گوش میدادن. ولی خب اون لابلا مثلا نوید صدر بود، علی سورنا بود، فرشاد بود و حتی تیک تاک اواخرش اضافه شد که کلا به نظر من تیک تاک اون زمان اومد موزیک رپ رو نجات داد، یعنی اصلا به عنوان یه نسل جدید بر... برعکس کارهایی که داشتن میکردن تیک تاک اصلا بازی رو عوض
عوض کرد. وسط همه میخونن نی آفرین. با یه سوال پرسیدی 5 تا رپر تاثیرگذار. یعنی همینجوری با هم دیگه سوال کنیم هفت تا تیک تاک هم بذارم. آره تا 10 تا احتمال داره بره. آره یادم میافتاد مثلا واقعا این سبک جدید. آره خب هر کدوم خیلی رپر تاثیرگذار شیم. هر کی یه کاری کرده. حالا مثلا علی سونانا تو این بخش شاعری و این حرفا و فضا سازی خیلی خفن، تیک تاک سبکی که آورد و حتی وانتونز یه زمانی اینا همه تاثیرایی داشتن، اپیکور. ولی خب تاثیرگذارترینا یعنی اونی که دیگه اومده قشنگ یه این وانتوز که میگه کروش وانتوزه درسته؟ اینو میبینم نمیدونم NF میاد جلو چشم نمیدونم بو چه حساب NF؟ آره این دوتا رو میبینم انگار یه نفر رو دیدم اینجوری نگاه نکرده بودم به NF. جالب شو اوکی داداشم رپ نسل دو خوره کم بود، یعنی چون رپ نسل یکی شروع کرد اونو به قدرت نرسیده بود، به نسل دو که رسید به قدرت اصلی رسید. آقا اون موقع هم من یادمه مثلا واسه هر ایرانی که اومد ساما ویلسون تشت اومد گفت رپ کن آیا اشغال نسل جدید رپ آول کنیم با واسه ما دست بزن، اصلا خیلی ها فید شدن یه اصلا ادامه ندادن با همون یه تیکه. خب آقا میگم یه چند تا سوال دیگه من ازتون بپرسم و بعد ببینیم که مخاطبا اینجا چه سوالایی دارن. آقا برنامه کاری چجوری هست راجب در آینده؟ برنامه کاری چجوری هست؟ داداش گفتم یه سری تکس داشتم توی فرانسه تو مدت که نمیخوندم اونا رو گوچین کردم، چهار تا کار بهش اضافه کردم، اتفاقا دیروز یک شو رکورد کردم تموم شد. بعد ولی خب واسه اینکه تکمیل بتونم بکنم همه رو یه پکیج کامل کنم یه آلبوم کی هم بالاتر میشه 8 ترک جمعش بکنم یه خوره وقت میخوام، چون واقعا زندگی اینجا رو اومدم همه چی عوض شده. باید ماشین داشته باشی، اول باید گواهینامه بگیری، اینا همه زمان میبره تا 5-6 ماه بعد که بتونم اینا رو جمع بکنم. اوکی خب آقا بریم سراغ این که یکی از آهنگایی که این چند وقته اومده خیلی سر صدا کرد بیم یاس بود. نظرت راجع به بیم یاس چیه؟ عجب موزیکی بود. اینو کامنت از نظر تکس رایم فلو اصلا حرفی توش نیست، فقط میگم مشکل همون بود که به قول امیر 2 dB پایین بستی. امیر جان ایشون اگه 2 dB پایین بستن تو آهنگ حلتش 5 dB پایین بستی. وکال یه خورده پایین بود ولی حتی وکال 5 dB هم پایین تر بود کار برای قوی و ماندگاریه. اینکه به نظر من پرکانسترین موزیک ایران و پررایم ترین هرده که خودش خب یه ای پی بود دیگه تقریبا، ولی آره دیگه ترکون دیگه خیلی باید اضافه کن دادش کن یاس هم اضافه 8 تا حالا تاثیر گذار حالا هرچی میرید جلده میرید آب 25 یه تیم بوده دادش کن اخری خانواده است رد مثلا من خانواده رو گفتم یاد سعید جرشه افتادم. سعید جرشه به نظر من اون روز که صحبت میکردم بهش گفتم داداش من تو واقعا زحمت کشیدی، دو تا داداش با هم یه دعواشون میشه داداش سومیه نمیتونه آشتی بده، 70 نفر رو توی پروژه نگه داشتی، واقعا دست خوش داری جدا از تکنیک رپتون و فیلم برداریتون. بخدا این خانواده است، یعنی هر کسی به نه یعنی یه جوری کمک کرده، هر کی گوشه کارو گرفته دیگه. و آره جا داره اینجا اشاره کنیم واقعا پروژه خانوادگی، حالا یه تایمی بود که من نتونستم ریاکشن برم ولی اصلا پروژه واقعا غولاسایی بود. دمش گرم. آقا استقلالی یا پرسپولیسی؟ من هیچ کدوم ولی استقلال جدیدن قدیم خیلی مهم چیز بود، خیلی مهم بود و میپرسیدن، الان جدیدن همه میگن مهم نیست و دیگه اینقدر بد شده. من خودم 8-9 سال نمیدیدم فوتبال ایران. داداشم بسگی داره، یعنی تو بازیکن محور باشی یا تیم محور. یعنی من علی کریمی رو دوست داشتم، من فراد مجیدی بدم میومد، ولی نه استقلالی هم نه پرسپولیسی. یه پرسپولیسی هستم کلن. داداش من کلن رضا پیشرو یه کلوپی بود به نام کلوپ عباس، میرفتیم اونجا پاولشن 2000 بود بازی میکردیم، هر چی تیمی من میداشت. من از سن 9 سالگی طرفدار یوونتوس بودم، یعنی فوتبال ایران رو به خاطر این کمرنگتر شد برم. بعد یه پسر بود محسن شاکری لیورپول برمیداشت، رضا پیشرو میلان برمیداشت، یعنی با این شفشنکو اینا خون میآورد، بازیش خوب بود. بعد میگم ما 4-5 نفر بودیم پاولشن میزدیم. آقا گفتی عباس، من هر جا کلوب میرفتم اسم کلوب یه عباس بود، این چی بود داستانش؟ صاحب کلوب ها همشه عباس هم چیه داستان؟ تباخی ها که همشون کردن بقالی ها ترکن کلوپی هم عباس هم. خب من اینجا داشتم کامنت ها رو میخوندم، میخوام سواله یه پرسن، ولی بچه هم هست که از خاطره های اون زمان به شدت استقبال کردن، یکی دوتا خاطره باحال میخوای از اون زمان ها؟ حالا به نظر یه خاطره خفن، حالا درگیری توش نباشه ولی یه خاطره باحاله. حالا درگیری اندازه کافی درگیری سوال کردیم یه در مورد گل و بلبل و درخت و در مورد خاطرات قدیم
رضا رو که تقریبا یه سری که باش گفتم، حسین و کلی با هم دیگه داستان، بقیه شاخه شخصی میشه. میخوای بگم با حسین توی کجا سر قرار میرفتیم؟ هر یه فاجعه ای که بشه تعریف کرده و رپی من بیشتر میدیم، یعنی ساید شهر و قرب که با هم دیگه سروش میدیم، بچه توانیر بود شمال حساب میشه دیگه، قرب رو گرفت دست خودش، بعد نمور تا شرق هم اومد دیگه، شرق هم کسی نمون. به خاطر این من نرفتم توش، اشتباهی من نمیدونم، حالا اشتباه اسمشو نمیذارم، برای هر کسی کاراکتر داره دیگه. نفر دوم بودن رو دوست نداشتم، دوستشم منم کمک بدم، چرا من کمک ندم به عنوان شخص جدا که دوست نداره زیر شاخه یکی قرار بگیره. به خاطر این خاطراتم میرم از سال 87 به بعد، صدام فیدبک داره خیلی کم رنگ‌تر شد، همش مثل قبل سال 87. میبینی آخه یه کار اینم تعریف کردم از سروش، ولی خب اون بخش کدرش رو نمیگم. مثلا اسم رضا تیریپاکه، رب میخونه میره پیش سروش، سروش میگه عزیز من شما نباید از الفاظ، یعنی از کلمه های غربی استفاده کنی، یه چیز فارسی انتخاب کن پیش رو. میبینی پس تو رو آورده زیر شاخه خودش قرار داره، حرفش رو تحمیل کرده، شاید میخواد تیریپاک نگه داره. مثلا انگار به سامان ویلسون رو بکنی سامان رد و برق، فارسی رد و برق دیگه. آخه ایدئولوژی تو نه تحصیل بکنی بسید خود پیشرو همیشه اعلام کرده که خیلی هیچ کس بهش کمک کرده و مثلا خیلی مثلا استاد میمونه واسه شو اینا. به نظر من هم این خود یعنی تیری پاک اگه میمون خیلی بد بود، خودش مگه ضعیف بود وقتی تیری پاک بود؟ ما آهنگ خاطرات تلخ خوندیم، برو ورسش رو تو آهنگ خاطر تلخ ببین، چون حسی خوند بخواد واسه باباش، خدا بیامرزه واسه باباش خوند، ببین چقدر قوی خوند واقعا واسه اون سال 82 3 میشه، اون ورس واقعا قویه. یعنی خود ضعیف نبود، خود رضا پیشرو یه فنومن بود، یه پدیده بود تو تهران پارس. نمور میگم از راک سویچ کردن تو رپ، نمور میشناختنش. بعدا واسه اینکه پله های ترقی رو سریعتر بره بالا، معمولا آدم ها اینطورین، نفر اول را اول اصلا یه فن میزنن، فن که واژه اشتباهی بخشه، یه پیشنهاد میدن اگه قبول بشه خب چند تا پله رو با هم میری بالا. به خاطر همین خود رضا هم قوی بود قبل از اینکه با من که سروش کمک کرد، هفته تحصیل که میکنم. ولی خب اون زمانی که واقعا یه انقلابی بود دیگه، حالا اون سامت و اون داستانها، کارهایی که با هم کردن واقعا یه پله رپ فارسی رو برد بالا دیگه، مثل بازن کلان و اینها. واقعا چیزش کوالیتی متفاوت بود، یهو سویچ شد، انگار تو ویدئوی 480 ببینی یهو یه 4K بذاری تفاوت رو حس میکنی، اونجا هم یهو 480 شد فول اچ دی. دقیقا درست میگه، اون بازن زمان خیلی مهم بود، بازم کلام بود، یعنی اون دوره بود. آره از اون زمان که واقعا چقدر الانم به نظرت این رپ فارسی انقدر مدرن شده و انقدر تکنیکال و حالا خیلی چیزا اینجوری شده باحال تره، یا اون موقع ها، یا مثلا میدونی الان خیلی خیلی بحث پول وسطه و خیلی مثلا بحث ویو و اینا، ولی اون زمان ها فهم کنم بیشتر عشقی بوده دیگه، سر اینکه مثلا دوره هم حالا جمع بشیم چهار تا کار آره بکنیم و داداشم سن پایین تر بود. خب تو آدم خونه ننه باباش داره زندگی میکنه، یعنی نه پول برق براش مهمه نه چیزی، پس 100% اولویت اول قرار میگیره. رضا پیشرو نه، من رضا پیشرو یه چیزی بگم شاید درست نباشه این حرفا رو بزنم، این میره سر ساختمون کار میکرد واسه 20,000 تومان که آهنگاشو بره استودیو رکورد کنه کوالیتیش بالاتر باشه، یعنی تو اولویت اولت گذاشتی رپ. به خاطر این چیزی که بهش رسیده نوش جونت، زحمت کشیدی پاش. ولی خب اکثریت نه، اکثریت مثلا عمم بگیر تا کسای دیگه، وقتی اولویت اول زندگی باشه، دانشگاه رفتن، درس، خانواده، دوستای دیگه تو تمای دیگه باشه، خب رپ اولویت اول نیست. بعد منبع درآمد هم نیست، همین الانش منبع درآمده، اگه همین الان رپ منبع درآمد داشت واسه چی باید رپرها یوتیوبر بشن؟ من مخالف نیستم با اینکه یوتیوبر میشن، بالاخره آدم از زندگیشو بگذرونه. میدونی منم کار میکنم، منم الان هر راه رپ پول در نمیارم، که منم از حمالیش گرفته تا الان که حالا خدا رو شکر خوره بالاتر اومدم، باید کار کنم. اینا اگه شب لقمه که قراره بخورم و تو میدی، از امروز اولویتم میکنم رپ میکنی؟ این بده. آره ولی این نکته‌ای که شکر بس می‌کنم، رضا پیشرو تو یه مصاحبهش خوش گفته بود، حالا پرشام پاوارجی بود فکر کنم، و این خیلی خوبه، یعنی یه نکته واسه من الان مثلا می‌بینم بعضی میان دایرکت میدن میگن آقا ما استعدادیم حمایت می‌کنی، آقا استعدادی که خودت نباید به خودت بگی، و اینکه مثلا خیلی‌ها بهونه میارن ما پول نداریم مثلا، فکر کنم خب باید بری کار کنی مثلا فلان، اگه این واسه مهمه اگه نه که اصلا بی خیال شو، یعنی
از الان دنبال اینی که آرام جان دو تا بخش من خارج از بحثم این صحبت رو میکنم. ببین دو تا راه بیشتر نداره، تو یا با مارموز بازی پله های ترقی رو بلد باشی چجوری دور بزنی، مثل یاشر رفا بدی ویواتو از 40,000 تا بزنن، اسمش هم نمیارم خالی بود، یعنی میزاش ویو از 40,000 تا شروع میشد، این یعنی داری فن میزنی، خودتو میخوای گول بزنی یا مخاطب تو، این راهیه که بعد به یه لولی میرسی اونش رد کنی دیگه اون بره بوم مفتدی میفتی رو غلطک کار میدی بیرون، حتی ضعیف هم بدی چون تم مشخص داری دنبالت میکنن. یه موردیش میشه که زحمت بکشی، زحمت بکشی خود خلاقیت داشته باشی، خلاقیت یه جایی باید با یه آهنگ بتره کنی، درسته؟ یه جواب بده. اون سخت‌تره. معمولا الان آدما میرن اون یکی رو هر انتخاب میکنن که کسی که بالاتر رو بهش باج میدن که اون بیاره بالا، نفر دوم. تو آهنگ آخرام هم گفتم اون میشه نفر دوم، ولی نفر اول چیزی میشه که خودت خلاقیت داشته باشی، یه کاری بکن که بهتره، که زحمت بکش، اون موقع هم هیچ کس نمیتونه بکنتت جایی که چسبیدی. درسته؟ نمیدونم شاید نظر منه. البته خب الان که کلا مارکت فرق کرده، الان خیلی بچهای جدید و نسل 4 دیدین بدونی که فیت خوبی داشته باشن، ویوهای باها بالا 1,000,000 اینا رسیدن و بعدم واقعا کارشون خوب، مثلا خود هیپوپولوژیست یا آیسم سیروتونی وانکی چرسی اینا واقعا بچه‌ها کارا خوب کردن. هیپوپولوژیست که میگه خودش ابداع کرده، اون سبکی داری میخونی، من بالاخره گوریز گوش دادم نسل 3 و نسل 4 رو، وقتی گوش میدم چرا اسمای دیگه رو یادم نیست، روی فروشه وایسادم، یعنی قشنگ تحمل کردم. یعنی قبول داری سیروتونی وانکی پدر دریل رپ فارسیه؟ سروش قبول داری؟ ببخشید نمیشناسم. نه الان قطع کنیم با هم خودت حفظی کنیم، 100% کارشو گوش میدم. من زیاد نرفتم تو رپ فارسی نسل جدید. اینا که گوش دادم هم که الان نام بردم منو یهو گرفته. مثل همون گندم، سروش، اینو یهو منو نگرانش گفته وایسا. یعنی میخوام یه چی بهت نشون بدم که یعنی خلاقانه خونده. ولی شاید گوش ندادم. شاید الان میگیم سینو 21 چی؟ زیرو 21 کی؟ شاید الان گوش بدم واقعا تشتکم بپره. اولین بار، حالا اولین بار نبود که دریل خونده میشد تو ایران، ولی کسی بود که باعث شد خیلی دریل جوم ای رو بقیه هم حتی بخوان بیان امتحان کنن و اینها، جزو اولین دریل هایی بود که ترکی تو ایران و این حرفا، کارش هم واقعا باحاله. ولی خب آره سروش هم که آخ آخ کاش یه سری، من برنامه خارجی اروپایی رو میبینم، خارجی اروپایی برنامه خارجی رو میبینم، استودیو دارم میام میشینم بغل مثلا رپرای قدیمی اوجی فلان، بعد آهنگ جدیدا رو میذارن دور هم خیلی، ولی رو اینترنت و این داستانا واقعا این سخته. کاش میشد یه فضایی بود خیلی حال میدم، مثلا دور هم بودیم پادکست چند نفر و اینها. خب چه خود این خدا ان شاء الله ان شاء الله. خب کامنت ها رو وا کنم ببینم که بچه‌ها چجوریان، نظر شما راجع به قاف رو میپرسن. نظرم من با این آدم هیچ مشکلی نداشتم، چون سروش مشکل شخصی داشتم مثل اشکان، همیشه میخواست منو بزنه، یعنی رو در رو پشت تلفن نمیدونم، همیشه دوستش منو بزنه. نظرم این آخه، ولی اینکه بشینیم توی بزمی با هم دیگه یه کانورسیشنی داشته باشیم نداشتیم. اوکی، یعنی همیشه قاف میخواسته بزنه، میل حجمه داشته، یعنی هیچ موقع صحبت نکرده مشکل چیه. میگم خود سروش علی عظیمی، از علی عظیمی که کلاختر نیستی، اینا خودشون وقتی تو شهرک دوام میشد اومدن صحبت کنیم، ولی قاف بدون اینکه دلیل داشته باشه، چون فقط میدونست که مخالف سروشم با من بد بود، مثل اشکان، اشکان دقیقا مشکلش با من همینه. یه بار فوش دادم گفتم آقا سروش فلان، جلو من به سروش فوش نداد. تیمشونه دیگه برای ولی خب اگه تو باش 5 سال توی تیمی، من باش 15 سال مشکل دارم. خب آقا نوشتن نوشه نشده برای کی خوندی؟ رضا پیشرو بوده، درسته؟ رضا پیشرو چون واقعا دوستش داشتم قلبا، واقعا با هم زندگی کردیم، یه سری کارهایی تو رپ کردیم که هیچ کس نمی کرد، بعد یهو به خاطر اینکه ترقی کنه حذف نکن پشت سر تو پرداشتم. بگو افشین جان من یه مقطعی نیستم، میخوام برم بیشتر پیشرفت کنم، تو مثلا به زندگی تو، درس تو، منم تازه تو اون بازه از زمان دانشگاه قبول شدم، میخوای بریم سمت اینا، منم نمیتونم با تو بیام دانشگاه، که من میخوام رپمو برم جلو، اینجوری صحبت کن برو. ولی اگه منو حذف کنی از دایره دوستات بری، مجبور شدم نوچه نشو رو بخونم، یعنی یه دفعه یعنی باز بشه این گلو. اوکی اوکی، چرا میشه از عرفان پایدار خاطره نداری؟ ببین چند نفر مثلا امیر تتلو اینا رو یه بار تلفنی صحبت کردم، یاسو یه بار دیدم تو استودیو، عرفان هم هیچ موقع رابطه مستقیما باش نداشتم، ولی اولویت بندی کنم کار و شخصیتش، و شخصیت 100 کار 70، واقعا پسر خوبیه، یعنی میگم با اینکه ندیدمش از حرف زدنش معلومه که پسر خوبیه. توضیح راجع به آهنگ فنچ بازی، این واسه همون دوره‌ایه که من دوباره بعد 5 سال برم برگشتم سال 87،
یه تیم جمع کردن، تیم همه حرفه‌ای بودن. یا من خون فنچ بازی اومدم یه خورده تو دوره کامرشیال ورود کنم. میدونی من آندرگراند رو دوست داشتم، هنوز که باهاتم صحبت میکنم زیر زمینو بیشتر از پشتبون دوست دارم. اونجا فنچ بازی رو خوندم، اعتراف میکنم که یه خورده ورود کنم به کامرشیال. یه خورده نسبی موفق بودم ولی خب سبکم نیست. آدمی که خودش نباشه هیچ موقع به نظر من پیشرفت نمیکنه. بیف حسین و فدایی کدوم زد؟ حدیث میگی یا از واقعیت میگی؟ واقعیت هم مگه همو زدن یا میزنن؟ واقعیت آخه من داستانی که پیش اومد بهم برخورد وقتی که اینا رفتن قبل اینکه دیسترک بدن لوکیشن دادم که حسینم استوریش کرد، گفتم که آقا جون من اینجای پاریسم، 4-5 تا رفیقمون بودیم، بیا هر چی دوست داشتی ببینیم که چند چندیم. بعد نمیدونم حالا تو آهنگش هم منظورش منم یا نه، میگه یالغوزه، یارتورو میکنه یالغوز، یالغوز رپ فارس میخواد بشه قارپوز رپ فا. قارپوزم به خاطر اینکه من با پیام یکی از دوستان آهنگ ترکی خوندم، یکی از بهترین رپرهای دنیاست به نظر من، همینجا اعتراف میکنم. پیام ترک بیشترین ویو هم فکر کنم تو یوتیوب داره با 21 میلیون. شاید مصرع دوم با اون بود، یالغوز کفخاب میگفت، ببخشید ورس اولشو، شاید اونم منظورش با من بود. میان ولی از نظر رپی 51 حسین 49 اشکان. یعنی تو بیفه حسین زد آخه ببین یه المان نیست فرداشم، یعنی تو شکسپیر رو بیار مثلا بنداز به جون توپاک بگیم شکسپیر قلمش قویه میزندش، فقط یه المان نیست رپ، یعنی چندین تا چیز رو تو این دی سیم تایم داشته باشی. درسته که بچه‌ها پرسیده فدایی که اومد وسط اوایلش چطور بود؟ فکر کنم اون زمانی رو میگه که اسم فدایی کوین 69 بود، اون موقع 69 آیدی یاهوش بود دیگه، این آیدی یاهوش بود، همونو ادامه داد ولی خب احتمالاً فدایی هم نکنه. اون موقع یه موزیک هم داشت اگه اشتباه نکنم با سامان فینچر، بهشت سرد رو داشتن. 85 بود، خوش بود، قدیمی‌تر حتی. اشکان ببین من نمی‌دونم، نو کامنت، ولی داداش داره آریان خیلی بهتر خوبیه. دیگه ببینیم چی پرسیدن. میگن سروش چه سالی شروع کرده؟ فکر کنم گفتی دیگه 79-80 درسته؟ نه اصلا ببین 7 و 10 کنه 7 میکنی فقط شایان بود. بیایی رو 80 سروش بود، خود 80 فکر کنم یا اوایلش و اواخرش، حسین بود، تتریگاز بود، زیا ام زیپر بود، کامی بی بود، اینا رب میخونن یه، یعنی این 4-5 نفر بودن. سینا تهم هم بود سینا تهم هم در فکر کنم همزمان هم با سینا تهم. ببین اینم بکن تو چیزا تو اون 9-10 تا تاثیر گذار، چون ریتمیک خوندن هم اینو برد تو رپ فارس، واقعا هنر خوندنش قبول بود. یه اولین آهنگسازای رپ فارسی هم بود دیگه، تهم بود و آتور بود و خود حالا تهم تو مسابقه گفته بود یه آهنگساز هیچ کس بود. و این تهم و این از این باب رپرهایی که تو ایران بود مثل تهم یا این گروه تیک تاک اینا وضعشون اما بهتر بود. خب یعنی از نظر مالی تو بالا شهر بودن، به خاطر این پلاشونو یک درمیون جامپ میزدن. من زیاد با اینا یعنی متاسفانه نتونستم رفاقت کنم. شاهین فلاکت هم بود درسته؟ جز ده دوازده تای اول بود درسته؟ اعتراف بله شاهین هم بود. شاهین هم یه دوام خیلی خوب بود ولی یهو گیب شد. یا هنگ خون با حسین اصلا فست چهار بای رپ فارس آفرین فست رپ فست از اون اومد دیگه. آره ولی اون هنگ رو گوش میدی به نظر من کلمه نشه رو اگه از شاهین فلاکت بگیری تو اون آهنگ هیچی نداره، یعنی ورسای شاهین، ولی خب حسین ترکونده اون آهنگو، یعنی فکر کنم حسین اگه تو اون آهنگ نبود اون آهنگ اصلا نمیترکید ولی بعد ترکید. فداتشم باهوش نبود، اگه شاهین باهوش خیلی پسر خوبیه، نه اول اصلا میگم فوق العاده پسر خوب، اگه تو باهوش بودی تونیک وکال تونیک وکال فرق میکنه، یکی بیس یکی تریبله، تو اگه بخوای همپای حسین تو گام بالا بخونی باید فهم بزنی مثل آهنگ بهرام و رضا پیشرو ما با همین، درسته؟ بهرام صداش گامش بالاتر از توی رضا، تون صداش بیفی چی میگن کلوفتو بیفتره بمتره، آره بمتره. بعد به خاطر این رضا با تکنیک جمعش میکنه، یعنی تو کوروسا رو بغل هم میذاری تفاوت رو حس نمیکنی، چست زخم ما ایرانی ها نمیدونم چه گواره آمینی، با رایم و با تکنیک جمع میکنه. ولی شاهین فلاکت خب باش این ذاتیه، اینا میگن که دستی داره، رضا پیشرو تونش اینه بهرامونه، حسین هم کلوفتر صداش، شاهین پایین تره. باهوش اگه بود جمعش میکرد مثل رضا پیشرو دن سرویس که جمع کرد. نظرت راجع به ای2 پرسیدن، ای2 بهش یه زمان گفتن پدر لش ایران. ای2 هم نمیشناسم ببخشید.
ای تو هم جزو بچهای نسل دو حساب میشه که نه کسایی بودن که اون اصالت رپ رو تو جدیدا وسط اون کاری گوش دادم بشناسم ولی اسمی یه خورده چون نزدیک یارتوه شاکی شدم. شایانو میگن چی شد؟ اینم خیلی سواله. شایان واژخیان چی شد؟ واژخونیا. یه دو سه ماه پیش باهاش صحبت کردم. یکشون آمریکا یا البته پیجش دست خود یاشره رفیقشه. ببین آها اون متن تکستو گوش بده. دبا تخی اکسپن سیگاری. تو اول آهنگت این باشه معلومه بعد 5 سال نمیخونی. درسته. یا خود شایان، خودش شاهین ببخشید، شاهین فلاکت. اینا درسته یه زمانی توی ایران اگه سمت گل میرفتی میگفتن طرف اعتیاد داره، توی چیز جدایی بود، توی یه کتگوری قرار داشته شه چیز گل یا کلن چیزایی که آدم ها یه خوره های بکنه با چیزایی دیگه توی یه کتگوری قرارش میدادن، ولی میدونی مشروب مثلا جدا بود، میگفتن یارو مشروب خوره، ولی هر کی سمت چیزایی که هایش میکنه میرفتن میگفتن اعتیاد داره. از زمان شاهین فلاکت به این و رفت تو فاز روشنفکری، یعنی نویسنده میزنه. خود ایلان ماسک الان خودش داری تو ویکی‌پدیا هم بخونی، یکی از دلایلی که خودش تعریف میکنه به خاطر اینکه مثلا های بوده یه سری تصمیم رو گرفته، به خاطر این اونجا تفکیک شد. بعد یه خورم زود شروع کنی خب زودم میپاچی فداشم. نه من نیستمش، نمیام تا حالا تو زندگی من امتحان نکردم، ولی یه خوره تو عمق زندگی اگه بری درست نیست. من از همه سطحی زندگی کردن هنره، نه اینکه تو همه چیز رو تجزیه و تحلیل کنی بفهمی این چرا اونجوریه اون چرا اینجوریه، تو سوای دیگه میپاچی. سطحی زندگی کردم من از همه هنره. شاهین اینا و رفیقای دورش همون متینا یه پسر بود سایه مش اینا بود، اینا زود شروع کردید. من نمیام کار بدیه، هر کسی دوست داره هر تمی رو امتحان کنه، ولی زود شروع کردن باعث میشه خودت زودتر از سنت به تکامل برسی، یهو یه جای حساب میدی. نظر من شاهد شو بشه. میگن واقعا سهند هیچ کسو زده تو ونک. سهند کیه؟ سهند کوازیو میگن؟ کدوم سهند؟ یا هنگ گوش دادم که حسین توی تلویزیونه، آره یه کلیپ دو کلیپ دادن اون سهنده. نه سهند با اون بچه رب لرزه بود، ولی تو اون کلیپ نیست سهند کوازی اگه اشتباه نکنم. ولی با بچه رب لرزه بود که مثلا چالینگ کرد، موش سیخ سیخی بود چیزو واقعی تر از مستند اگه اشتباه نکنم. هیچ کس برای سهند خونده بود دیگه. بعد چه جوابی بدم سید؟ نمیدونم آخه دیوم است که تو چیزش گفته بود، تو این ترک جدیدش گفته بود نگم سهند زدت. من گفته که نگم سهند زدت. سهنده با اون موسیقیه یعنی فروش رده فکر نمی کنم حقیقت داشته باشه. من هم فکر نمی کنم سهند کوازی. نظر داشته پوریا پوتک یوتیوبر خوب، یوتیوبر فوق العاده خوب، نه فوق العاده، ولی رپ فداشم. روزنامه میخونی چی؟ رپ چی؟ روزنامه میخونی؟ روزنامه میخونی؟ یه روزنامه الان نیست من یه متنی مثل جلان قول بدینم بخونم بهتر از اون میخونم. یعنی آخه دیگه رپ تو باید یه خورده بشناسی کجا جامپ بزنی، یعنی هارمونی کار رو دستت بگیری. اینجوری نیست که یه چیزی رو فست بخونی بشه رپ، تو باید بدونی کجا استوب کنی کجا دوباره شروع کنی. بخاطر ولی یوتیوبر فوق العاده، ببین اصلا نو کامنت یوتیوبر قبیله. پس منظور اینه که یوتیوبر رپر نیست؟ یوتیوبر رپر نیست. بهترین دیسترک رپ ایران همون دوتا ترک بود، زد بازی و و قبلی ها، نه این جدید ها، زد بازی و رضا به هم دوری دارن. دوری چاقان با من؟ آفرین، این دوتا. اون دوتا بهترین دیس و دیس بک هن؟ دیس و دیس بک هن، ولی اگه به من میدادن هم قوی تر بشون هم یارونه. نظر راجب ساسی مانکن؟ ساسی مانکن؟ خود چی فکر میکنی؟ ساسی مانکن؟ هنه تو رپ بذاریش، فرداشم. یه زمانی شده یه زمانی سندی اومد. ببین البته یه چیزی واقعیت ببخشید من قبل از اینکه بگی، اون زمان که واقعا رپ میخون خدایی با استعداد بود، یعنی باحال بود، ولی خب رفت سمت یه سری نزنی نرفو ببخشید تنها جایی که این مکالممون با هم دیگه تناقض داریم. رپ میخون با استعداد بود؟ نبود. یعنی الو مثلا یه آهنگ داشت دیوونه خونه لایف رکورد، خیلی رپ فانه بالی بود، خیلی بامزه بود. نو کامنت. شما راست میگی آرام. برای اون بعد من یادم مثلا تو سایت رپ‌ها اون موقع نه 89 بود کی بود نظر سنجی گوشه بودم بهترین رپر سال شده بود دیده بردم اون دیگه نبودم من. ولی ها اینو بگم رپ‌ها رو بذار کنار، فرداشم رپ‌ها رو بذار من، چون با اون یاشار رفاقت کردم. هر چه کسی صدا میشنوی از سخفر الله پول. ببین تو عرض 3 ماه 26 شرط هیوندا کوپه بود، چی بود؟ یه ماشینای اومده بود موتورش 2800 بود، تو عرض 6 ماه کرد اینجوری. لپتاپش تو ماشینش بود، زنگ می‌زد یارو بهش میگفت اگه می‌خوای اسم تو اسم آهنگت قرمز کنم 40000 تومان اضافه بده، همینجوری اگه می‌خوای ویو تو از 40000 تا شروع کنم انقدر پول بده. این یعنی مافیا، یعنی داری حق یه سری آدما رو می‌خوری. عجب. خب ساسی مانکن هم با این اومد بالا، اون آقای خالی هم با این اومد بالا. خالی تولی
حالا اینجا جلو دوربین نمیگم که کاتش میکنیم، نیرو قدسی هم. یه چیزی بود، آها، یه کنسرت داشتیم واسه یه کنسرت داشتیم واسه کلیمیا توی کلیمیخان و من بودم، یه پسره بود سعید کرمانی بود، یه پسره بود بهزاد فاشیست، یه اکیپ بودیم، اکیپ استودیو توت فرنگی، ممرزا انزو و حسین توهی. حسین توهی ما با هم دیگه این همه این ور اونور عشق و حال، بچه محل، آهنگ خوندیم، این همه با هم داستان بودیم. بچه استیج منو نمیشناخت، نو کامنت. همین آدم در مورد ویو رفا اینا تطبیق، یعنی وصلش کن به اون، ادامه شو برو. یکی که من اون موقع که رپ میخوند نزده بود تو مسخره بازی حداشم، یکی که ویوشو می یا شاید 40,000 تا میزای 100% الان هم 12 میلیون فالوور داره، سگ تو روح من اگه واسه حسادت این حرفو بزنم. کسی که ویوشو 40,000 تا شروع میکنه 100% الان باید 12 میلیون فالوور داشته باشه نسبت به بهرامی که 1 میلیون نداره. به خاطر این من اینا زده میکرد منو نسبت به رپ. آخه ببین این الان مارکت یه جوریه که نباشی نمیشناسن نسل جدید. مثلا شاید خودش مثلا یارتو رو 10 سال پیش خیلی ها بیشتر میشناختن تا الان، یه تایمی نبودی میدونی، مثلا بهرام وقتی مثلا 3 سال 4 سال نیست، نسل جدیدی که تازه میان رپ گوش بدن خب دارن میبینن چی تو پیجا هست، چی داره استوری میخوره، چی داره ریاکشن میره. خب مسلما آهنگ 10 سال پیش بهرام نمیره و نسل جدید شاید اصلا نشناسن، میدونی، مثلا اونایی که 1080 میان مثلا 85 اینا به دنیا اومدن اصلا شاید ندونن بهرام کیه. و خب این کار است دیگه، مهم اینه که مثلا بچه زیر زمین من میبینم بعضیشون آهنگ میدن، خودشون طرف استوری نمیکنه، طرف پست نه خودش نمیذاره پستو، میدونی. خب این بعد دیگه این واسه میشه که داستان نشه دیگه. یا مثلا خود هیچ کس هم مثلا ابهتی که مثلا هیچ کس 10 سال پیش داشت بین مخاطبا الان نیست، چون نسل جدید خیلی اصلا نمیشناسن هیچ کسو و بعد از مدت ها یه قولی واسه شون ساخته بودن مجاز و اینا، یهو مثلا اون اومده که اصلا نمیتونن با شرکت برقرار کنن، میدونی. بعد از 10 شکر تو کلمه، بعد از 10 سال که رپو شروع کردم، آهنگ اول رو پیشا پیش دادم جلو، توی اون کامنت ها متوجه شدم، دیدم که بالاخره حتی اونایی که با من بدن بودن تو نسل 1 و 2 احترام رو نگه میداشتن. دیدم طرف میاد پشت خواهر مادر میره کامنت برام میذاره، بعد میره دوتا کارم گوش میده، دوتا از سابقه هم میبینه، بعد میاد به مسیج میده داداش تو کی رپر بودی دیگه، از فوش مادری شد داداش، میدونی. اینو پیرو به صحبتت میگم، خب وقتی میس بکنیم جنریشن جدید و 100% اون نمیتونه تفکیکت کنه بدونه که تو چی بودی چی میخونی، به خاطر این حقو به تو میدم. یعنی یه بودش هم میشه اینکه کامرشیال قوی باشی، فقط آندرگراند نیست. من بوده اگه بخواد بالانسش کنی، من خدا به خودم 80 آندرگراند دیدم، 20 کامرشیال، در صورتی که 50 50 موفقه. دقیقاً الان خود دنیا کلا اینجوریه که آرتیست فقط مهم نیست آرتیست خوبی باشه، باید یه تیم سوشیال مدیا داشته باشه و از این داستان ها. تیم نمیشناسه و... آمریکا با هم دیگه همکاری کنیم؟ نه متاسفانه. این بده بگن افشین قرار نیست با نسل 1 فیت بده. والا اون اوایل 2 سال پیش که دوباره کامبک زدم یه خود رابطه زدم با همون بچه‌ها که الان اسمشون هم بردم، ولی الان همه رو خراب کردی رابطه تو این مصاحبه. نه احتمالاً چون شروع کنم خودم دوباره میگم 5-6 ماه بعد یه خورده اینجا اینستال بشم زندگی یعنی راحت‌تر بشه، 100% این کارو خواهم کرد. اوکی، نوشتن چرا ازم بدت میاد برای شماست، یعنی دیس به شما بوده سر زیر سوال بود. من دیس بک ندادم به سروش، که سروش اون جداگونه خوند واسه سیداد انتخاباتی رفسنجانی، که همون که میگفت بین بد و بدتر انتخاب من بده، حالا یا خوبه یا بده، این دیس به کسی نبود، یعنی خودت خودجوش یا خوندی، من اینو دیس کردم این کارو. بعدا توش خب بالاخره رپر نسلیه، یعنی تو نسل 1 زیادم چجوری بگم آتازی کارو جمع کردن یه خورده سخت بود واسه همه رپرها، فقط یاس اومد که سویش کرد، یاس اومد گفت آقا ای زی من اینو دارم درست میرم این خطو، همه حتی از سروش و کسای دیگه توش پرت و پلا هم میگفتن به خاطر اینکه قافیه رو جمع بکنن، از منش بگیر تا سروشش تا همه کسای دیگه غیر یاس، یاس و فاکتور بگیر، یاس اصلا اوورد این سبکو که داستان بندی رو از دست داد. به خاطر این توش یه سری چیزا گفته بودم، نمیدونم پول ژیلتت با من برو صورتتو بزن، یکی از قافیان با که تو من یه زیر سوال گفته بودم، در صورت که این چه ربطی داره به دیس کردن کارش، میدونی چی میگم، در مورد همون کاری که خونده بود واسه ستاد انتخاباتی. بعد سروش دیس بک داد چرا من بدت میاد، چون ریش دارم، نمیدونم بچه ونکم کدش 8 داره، این داستانا. یه نکته جالب بود یادم رفت اشاره کنیم، سیامک جنجال کلا گروه جنجال هم جزو نسل 1 بود دیگه، اونم جزو نسل 1. آره اسمش یادم رفته بود، از کجا پیدا کردی؟ سیامک جندان دیگه، سیامک بود و سیاسفید فکر کنم، سیاسفید. اینا شعبهشون به بهمن نمیخوره؟
چرا دیگه الان فکر کنم اسمش سیاوش راد شد سیاسفید و با بچه زدبازی هم اتفاقا کار کرد توی آلبوم سیاوش یا سیاسفیده؟ سیاسفید سیاوش خوب راد میخوندن داداش، خوب میخوندن. زمان خوشون بالا ما ولی جدیدن من دیدم زمان خودم برگشتن زیاد آپدیت نشدن. البته چیز خیلی فرق داره، سیامک آپدیت نشده ولی سیاسفید بال شده، یعنی کاره بال میکنه. سوالا همه رو این دعوا است که اصلا ما هم اطلاعی راجعش نداریم در و مورد نسل جدید و نسل قدیم. نه نه این دعوایی که سهند، داستان سهند بود، خیلی سوال هست، من نمیدونم از کجا این داستان اومده، اصلا خودم هم هیچ اطلاعی ندارم. منم رابطه با سهند نداشتم که کامنت بدم. بابک تیغه نسل چند حساب میشه؟ نسل دو. اونم نبود. بابک تیغه آره 1.5 2، یعنی چون بعد ما کارش هم خوب بود، اونم خدا بهش صدای بم داده بود، ذاتی بود، ولی خب ادامه نداد، فکر کنم ادامه نداد کارش. بابا چرا یه مدت الان برگشته، یه سال و نیم اینا هست که من خب بابا تیغه هم الان میخونه. آقا هست تو سوالا دیگه سوال خاصی من نمیبینم، خودت فکر می‌کنی حرفی، من اینجا فقط دور کامپیوتر ببندم، حرفی سخنی چیزی مونده که بهش نپرداختیم چه جوریه؟ نه فدای تو بشم، خیلی خوشحال شدم که باهات صحبت کردم. من تو رو آلبومم که اومدم بدم بیرون، یعنی آلبومو تیک تیک پخش کردم، اولین ترکو که بیرون دادم دیدم که تو توی بچه‌ها برام لینک فرستادن، دیدم که ریاکت رفته بودی داشتی در مورد رپ اون وقت باشه بودم دارم دیدم بعد مدت رو گشتی. آره معمولا یه نسل پایین تر، نسل جدیدی ها نسبت به نسل قدیمی ها گارد دارن و بلکس ها بلکس هم گارد دارن. اینکه اون موقع چی بود، یه حجمه بود که تو آهنگساز نداری، بیت تو خریدی، من بیتم یا آهنگساز اروپایی یا هلندی بود خریده بودم، پولش داده بودم، اکسکلوسیو بهم بیت رو داده بود، روشم خوندم. بعد تو داشتی میگفتی که آره یه MC یه وکالیست یه خواننده نباید آهنگساز باشه، که مهم رایم و فلوشه که چجوری میخونه و چی مینویسه. اون موقع فهمیدم که آدم عادلی هستی. تا این اواخر که با هم دیگه دوست شدیم متوجه شدم که عادل رقبه برازنده ایه که داری. مرسی آقا هندونه زیر آقل من نزم. نه به خدا حقیقته، من جز حقیقت هیچی رو نمیگم، یعنی سعی میکنم. قربانت مرسی. آره آخه ببین من خودم مثلا اون موقع میدیدم کمه، این که حالا من شایدم اون زمان که من شروع کردم میدیدم آقا مثلا اگه برنامه‌ای ساخته میشه اگه کسی نظر میده، یعنی کسی نمیاد نظر بده که بخواد یاد بده، اگرم میخواد نظر بده یا چیزی بگه معمولا خط گرفته شده است، میدونی. برای مثال مثلا میدیدیم که آقا مثلا فلان آرتیست رفته یه کاوری کرده که معقوله، زیرش هم نوشته آقا این آهنگ ریمیکسه، بعد مثلا یکی میومد بهش گیر میداد میگفت چرا ریمیکس مثلا کردی، بعد میدونی مثلا رسانه هم میومدن گفتن دوزی، خب این ریمیکس رسمیه یا مثلا کاور اسم اومده فلان، مشکلی اشکالی نداره. مثلا با اینا هم مشکل داشتم از اون برم. خب مثلا خیلی از آرتیست‌ها نمیتونن بیان بشینن کلاس درس بذارن فرهنگ سازی، آقا کاور چیه، سمپل چیه، حتی مثلا بیتو نمیشه خرید فلان اینا. و این بود که گفت دوستشم بگم دیگه، یعنی بیام حرفا رو بزنیم، یعنی واقعا اونجوری که مثلا با رفیقم حرف میزنم حالا یکم با سانسورتر، چون مثلا من با رفیقم ممکنه حرف زنم ممکنه بگم مثلا این کارش مثلا شروره، ولی میخوام تو ویدیو بگم خب بعد آدم بگه که این کار خوبی نیست، میدونی. و فقط همین، ولی اون دوستشم اون نظری که خودم مثلا با رفیقام میگم مثلا بقیه هم رفیقام من مخاطب کرد، اینجوری هم شد و دم همشون گرم و مرسی از خودت. بعدای تو بشم داداش، خیلی حال کردم با صحبت کردم. به خدا میبینی این حرفا که الان ما هم دیگه زدیم و من فکر کنم 14 ساله با کسی نزدم. حالا اگه 14 سال آره، یعنی در مورد رپی صحبت کردم بیشتر در مورد کار سبک زندگی رپی، مثلا تو شاید 4 5 نفر نظر دادم و رفته، به خاطر همین خیلی حال کردم با صحبت کردم آرام داد. عشق منی، مرسی مرسی که اومدی، امیدوارم که حالا کارات هم بیاد و سریع جا بیفتی تو آمریکا و کارات بیاد و بتونی از سرگرم اونجوری اونجا که باید و شاید و برسی. مرسی که دعوتو پذیرفتی، امیدوارم که روز خوبی داشته باشی. فدای تو بشم قربانت، خدا نگهدار.